سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران گرامی و مهمانانی که امروز زحمت کشیدن و در جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی شرکت کردند. ممنونم از جناب آقای جهانگیر گلزار بابت اینکه زحمت کشیدن به عنوان مهمان جلسه. امروز ما در خدمتشون هستیم و میشنویم در رابطه با مسائلی که متاسفانه به تازگی در ایران اتفاق افتاده. امروز 18 اکتبر هست و نزدیک به یک ماه هست که به خاطر خانم مهسا امینی و مشکلاتی که متاسفانه به وجود آوردند دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، مردم هر روز در خیابان ها تجمع و اعتراض میکنند و ما به خاطر کمک به مردممون و اینکه واقعا اطلاع رسانی کنیم، آگاهی برسونیم به دوستانمون، به عزیزانمون و یک همراه باشیم برای اونها، جلسات ترتیب دادیم تا بتونیم در کنار اونها صدامون رو به گوش جهانیان برسونیم. آقای جهانگیر گلزار، ما در خدمتتون هستیم، میشنویم عرایض شما رو و مایکتون میبندم، بفرمایید. سلام دارم خدمت شما خانم ها آقایان و خوشحالم که مجدداً در جمع شما هستم. من سخن خودم رو با این آغاز میکنم که به یاد شهدای راه استقلال و آزادی وطن، جوانانی که تا 2 روز قبل بر اساس اطلاعاتی که هرانا داده بیرون میگه 244 نفر در عرض یک ماه گذشته البته اعتراضات مردم، به یاد اونها صحبت خود رو شروع میکنم و در حقیقت به یاد اون کسانی که در زندانهای این استبداد تحت نام زندان عقیدتی، سیاسی، زندانی هستن و متاسفانه بخشی از اونها رو در زندان اوین چند شب پیش شاهد بودیم که زندان رو به آتش کشیدن. هیچ دلیلی هم نیست که به چه دلیل آتش کشیده شده، اطلاعات پراکنده است و به یاد اونها. قابل توجه این که در زندان اوین که گفته می شود بخشی که لباس اونجا دوخته میشه، اونجا انبار رو آتش زدن، ولی گفته شده که زندانی ها به خاطر این که در اون منطقه و در اون محل لباس هایی که آتش گرفته دود بیش از حدی تولید کرده، یا اینکه جاهای دیگه که آتش گرفته دود تولید کرده، گاز اشکاور زدن. و دلیل اینکه زندانی ها از زندان اومدن بیرون، یک دلیل عمدهش اینه که اون گاز کربونی که تولید شده در اون منطقه امکان نفس کشیدن رو برای زندانی ها در حقیقت محدود کرده بوده، جان اونها در خطر بوده. اینها که اومدن بیرون حتی گاز اشکاور زدن و ترکیب این دو تا با هم دیگه میگن بسیار کشنده است. اعلام کردن 4 نفر کشته شدن، اعلام میکنن که بخشی از زندانی ها خواستن فرار کنن و موقعی که خواستن فرار کنن اونجا منطقه مین گذاری بوده. تعجب میکنیم مین رو در مناطق مرزی میگذارن برای اینکه با یک دشمن خارجی بخوان جنگ بکنن که نتونه دشمن خارجی با تانک یا نفرات خودش وارد کشور بشه. در منطقه وسط شهر تهران دور یک زندان چه نیازی بوده یه همچی کاری کردن؟ اینها سوالاتی است که متاسفانه استبدادی که بر ایران حاکمه تا به امروز جواب نداده و در حقیقت جواب هم نخواهد داد. اگر هم جواب بدن، جوابهایی است که میخوان مردم رو آرام کنن. اما جنبش بسیاری عنوان میکنن که بخش جوان جامعه ایران، یعنی جوانانی که بگیم تا 30 سال هستن، 35 سال هستن، اینا فعال در صحنه عمل میکنن. نه همه اونها، بخشی از اونها در صحنه مبارزه و تقابل با این استبداد حاکم وارد شدن و میگوین بخش بزرگی وارد نشدن. اون بخش بزرگ رو من دوست ندارم این اسم رو بذارم، میگن بخش خاکستری جامعه ایران. نه، بخشی هست از جامعه ایران که اینها فکر میکنن به چه دلایلی اگر وارد بشویم در این صحنه مبارزه و موفقیتی کسب نشه، بعد آینده ما چه خواهد شد؟ سوال اصلی اونها اینه. در مجلس دیروز یک نماینده مجلس رفته گفته آقا در تمام کل کشور 60,000 نفر
اینها مخالف هستند در مقابل یک جمعیت به این بزرگی 83 تا 85 میلیونی جامعه ایران، این جمعیت چیزی نیست، یعنی که میشه اونها رو سرکوب کرد. در اتاقهای از کلاب هاوس، در یک اتاقی من رفتم چون که مسئولین به اصطلاح درجه دو و درجه سه این نظام، حتی رئیس بعضی از احزاب مثل حزب سبز و اینها اونجا بودن و اینها تحلیل میکردن وضعیت حاکم بر کشور رو از لحاظ نیروهایی که در جامعه مخالفت میکنن یا دارن اعتراض میکنن به وضع موجود. گفتن نه، انشالله ما میتوانیم اینها رو کاری بکنیم که مثل گذشته همه چی آرام بشه. یعنی چه؟ یعنی سرکوب کنیم. خب این تقلیل دادن یک جامعه ای که برخواسته اعتراض میکنه، بخش اعظم اون یعنی جامعه جوان به نمایندگی بخش های دیگه اعتراض میکنه، این مسئله خیلی مهمه. چرا که بخش های دیگه از جامعه از لحاظ سنی اعتراض نمیکنن به این جوانان که شما برای چی اومدید بیرون؟ مثلا در نماز جمعه زاهدان وقتی میان بیرون بعد از نماز جمعه مردم اعتراض میکنن، شعار میدن، خب میتونستن شعار عکسشو بدن، بگن چرا دروغ میگید، فساد، جنایت، خیانت، مرگ بر این ولایت، ولایتی که باعث شده جنایت و فساد و خیانت بر این کشور حاکم بشه، عکسشو میگفتن. چرا در نماز جمعه هایی که در این 4 هفته گذشته شما تونستید به وجود بیارید، یا تصور میکنید بعضی از طرفداران شما اومدن، اونها نیومدن مخالفت کنن با جامعه جوان؟ یه واقعیته، بعد اون رو دید. پس این جامعه بیان جوان ایرانی رو و نوعی که ابراز میکنه رو در حقیقت خوشحاله و موافقت میکنه. پس اون حرف آقای نماینده در واقع هم کوچک کردن مسئله است به این حد که میشه اون رو سرکوبش کرد. آقای خامنه‌ای هم همینو گفته، کسانی هستن کوچک نمایی کرده و متاسفانه مثل همیشه دشمنان خارجی رو ردیف کرده. همه اینها باعث شدن که سلطنت طلب و مجاهد در ایران فعال بشه. حالا واقعیتش اینه که اگر مجاهد و سلطنت طلب 4 هفته بود در کشور فعال بود، نه یه شعار نباید بدن که به نفع سازمانشون باشه، به نفع یه گروه باشه، به نفع پهلوی طلب ها باشه. و از این جامعه نمیشنوی، از این جامعه جوان. 106 شهر گفتن که در این تظاهرات عمومی در کشور فعال شدن. 66 دانشگاه رو اعلام کردن که اینها پیوسته تجمع داشتن. اینها نمی توانستن به نفع اون سازمان ها و گروه ها در بعضی از شهرها شعارهای بدن؟ نه، ندادن. دستور از بالا نیست، در کف جامعه، یعنی در بستر عمومی جامعه ایران یک وجدان عمومی فعال شده، یک همبستگی عمومی ممکن شده، یک رهبری جمعی ممکن شده. به این دلیله که جامعه شناسان در سر تا سر جهان میگن عجب، چگونه میشه یک کشوری در هر شهر و هر جای همه یک نوع شعار بدن، یک نوع مبارزه بکنن، یک نوع شکل از مبارزه رو پیشه بگیرن. خیلی ها تشویق کردن تا امروز که باید خشونت به خرج داد، اسلحه بگیریم، بکشیم، بزنیم. و این جامعه جوان چرا نمیکنه؟ یه سواله. این جامعه، اینا که این حرفا رو میزنن و هشدار میدن که بروید بزنید بکشید، واقعیتش اینه که چه حرفی که میزنن چرا جامعه جوان نمیپذیره تا امروز؟ این سوال از خودشون مثل که نمیکنن. برای که جامعه جوان تجربه گذشته خودش رو داره که پدرانشون و مادرانشون به اونها انتقال دادن. آقا 88 چه کار کردیم؟ 96 چه کار کردیم؟ جنبش دانشجوی قبلش چه اتفاق افتاد؟ در 98 چه اتفاق افتاد؟ این جامعه اومده یک بیانی رو عنوان میکنه که اون خواست جمع ما هم هست، دفاع از حقوق جمعی ملت ایران میکنه. امروز در دانشگاه های ایران سرود ای ایران میخونن و همه پا میکوبن. چرا همه دانشجوها حاضرن بیان سرود ایران بخونن؟ چون دفاع ملی میکنن از وضعیتی که در کشور هست
و همه چون در اونجا احساس یگانگی میکنن میپیوندن به این تظاهرات و این نوع شعارها. در شعارهای دیگه هم که در شهرهای مختلف داده شده، چون من شعارها رو جمع‌آوری میکنم، میخوام اینم طرز تفکر اجتماعی جامعه جوان چی رو خواستار هست، چی رو خواستار نیست. میبینم ابداعی میکنن. امروز یک اتفاق میفته در اوین، فردا دانشگاه و ایوین رو در برابر هم قرار میدن و زندان بزرگ کشور و زندان کوچک ایوین رو با هم یگانه میدونن. کشور رو در خارج و داخل، در این که داره در آتش استبداد میسوزه، با هم یگانه میکنن. و این اوج فرهنگی است که یک جامعه جوان از خودش داره نشون میده. ولی این جامعه جوان که از خودش یاد نگرفته، که از پدر مادرهاش یاد گرفته. اجازه بدید یه توییتی براتون توضیح بدم، محتواشو به این ترتیبه که میگه ما جامعه جوان از پدر مادرهامون ترس هاشون رو دیدیم، نگرانی هاشون رو دیدیم، آزادی خواهی هامون رو در پنهان رفتیم انجام دادیم، خواستیم انسانهای آزاده ای باشیم، از اونها پنهان کردیم، ولی از اونها یاد گرفتیم که چگونه باید عمل کنیم. امروز در صف اجتماعی اومدیم و داریم این کار انجام میدیم. این واقعیتی است که درست میگم. حالا در روزنامه دنیای اقتصاد امروز یه مقاله گذاشته و توضیح میده که جنبشی که در ایران هست، برخلاف گفته هایی که میگویند که جامعه غیر جوان شرکت نمیکنه، میگه هفته به هفته به تعداد کسانی که سنشون بالای 30 سال هست به این جنبش پیوستن. یک سری مسائل هم عنوان میکنه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی که به چه دلایلی اونها نمیپیوندن، که اول عرایزم خدمت شما عرض کردم که جامعه اطمینان خاطر باید پیدا کنه سمت و سوی این جنبش آیا موفقیت درش هست یا نه. چون میگه من کارمند هستم، من مادر هستم، من پدر هستم، ما نانآور هستیم. اگر بیایم تو این جنبش یه اتفاقی نیفته که به دلخواه ما تغییرات ممکن بشه یا تغییراتی نشه که در اونجا ما یک آینده روشنی داشته باشیم، پس بنابراین من ریسک نمی کنم. جوان میگه پیشاروی من سیاهه، من آینده ندارم، من آینده روشن ندارم، پس بنابراین میگه برای اینکه فضای زندگی رو باز کنم میام به دی میدان مبارزه، کوشش میکنم تغییراتی رو ممکن کنم که در اونجا امکان زندگی برای من به وجود بیاد. این دوتا برخورده. اما در اون مقاله که در دنیای اقتصاد نوشته، برای من جالبه که این آقایی که توضیح میده، باش مصاحبه کردم به عنوان استاد دانشگاه، میگه ما مشاهده میکنیم حتی بین نزدیکان خودمون که یواش یواش این داره تفاوت پیدا میکنه. اما جالب اینه، از مسئولین دولتی، از آقای خامنه‌ای که میگه من صدا رو شنیدم، صدای ملت رو، میگه اینا دشمن خارجیست، که خدمتون عرض کرد. آقای رئیسی که مردم رو مگس میداند، خودش رو کرگدن، یعنی نماد قدرت میدونه. اون آقای لاریجانی که اومده صحبت کرده، میگه این مسئله حجاب، یعنی میخواد تقلیلش بده فقط به حجاب، یک مسئله است بسیار ساده فرهنگی، این مشکل میشه حلش کرد. یعنی ندا میده به اون جناح راست تندرو که آقا بیاید عقلمون رو بذاریم کنار همدیگه، یک کلا شرعی درست کنیم برای این زوری که به جامعه وارد میکنیم، مشکل حل کنیم. نمیخواهند بگوین ما فساد کردیم، جنایت کردیم، خیانت کردیم به این ملت. میگویه بیا تقلیلش بدیم. نماینده مجلس اومده گفته که این تریبون مجلس مال مردمه، هر کی رو میخواد بیاد صحبتاشون رو بکنن، نمایندگان خود را بفرستی. یعنی چه؟ یعنی جامعه نداره نماینده. چون ندارید ما با کی حرف بزنیم؟ اگه دارید بیا صحبتتون رو بکنید. مسئله صحبت کردن نیست، مسئله بنبست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است که این استبداد به وجود آورده. با صحبت مسئلهش حل نمیشه. خب این حرفی است که اون نماینده رئیس قوه قضاییه، یک دفعه یک انسانی که پرونده جنایت داره در این کشور باید دادگاهی بشه در یک دادگاه عادله،
جزء افرادی است که آقای منتظری اسم او رو به عنوان جنایتکاران تاریخی میاره. ایشون اومده میگه که قوه قضاییه لوایحی رو که اینها میخواهند در حقیقت نهایی شده جامعه حق داره بیاد روش صحبت کنه، تغییر بدیم. یک دفعه اینقدر تحول کردن و اینها اومدن طرف حقوق شهروندی، باز هم ناقص، چون نهادی رو شما نذاشتید فعال بشه، حزبی رو نذاشتید در این کشور فعال بشه، روزنامه و نشریه ای نیست که نمایندگی از ملت ایران بکنه که بخوان بیان اونها صحبت بکنن، و شما اجازه نمیدید مگر در دوره احمدی نژاد، در دوره روحانی اقتصاددان ها نیامدن به شما توضیح دادن. صد اقتصاددان اومدن با آقای احمدی نژاد گفتن بابا این کاری که شما میکنید فاجعه اقتصادی است، دستشون رو ماچ کردن، تشکر ازشون کردن، قدردانی کردن، خیر، توبیخشون کردن. همین کار آقای رئیسی کرده. حالا براتون خدمتون عرض کنم، امروز مطلبی انتشار پیدا کرده در نشریه جمهوری اسلامی و در اونجا یک سردار بازنشسته میگه برای اینکه بتوانید جامعه رو متعادلش کنید، آرامش کنید، 14 پیشنهاد داده. واقعیتش اینه که پیشنهاد بدی نمیکنه. میگه شفاف سازی کنید، اطلاع رسانی کنید، حرف مردم رو 4 دهه نشنیدید، بشنوید، به این حرف ها عمل کنید که از طرف مردم شنیده میشه. واقعیتش اینه که تعجب میکنم، ما یه قوه مقننه داریم، یعنی نمایندگان مردم بایستی برون در یک مجلسی از حقوق مردم دفاع کنن، اون نمایندگان باید صدای مردم باشن. حرفی که ایشون میزنه واقعیتش اینه که یعنی نماینده تا امروز عمل نکرده، مجلس هم به کار خودش عمل نکرده، دولت هم حرف نماینده رو گوش نداده. و بعد از 40 و چند سال گوش ندادن میشه این وضعیتی که هست. برای مخصوصا نسل جوان خدمتون عرض کنم، اولین انتخابات مجلسی که در ایران شد در اونجا تقلب کردن، اکثریت شدن نمایندگان حزب جمهوری اسلامی. رئیس جمهور وقت آقای بنی‌صدر شکایت کرد به قوه قضاییه که این مجلس قلابی است، اینا نمایندگان مردم نیستن، به جایی که رسیدگی کنن، جایی که آقای خمینی اجازه دخالت نداشت، گفت همین مجلس خوب است، بگذارید کارش را بکنم. فساد از اونجا شروع شده تا بیایم امروز که این سردار این رو میگه. مسئله سر اینه که در ایران در حال حاضر یه عده‌ای تصور میکنن که یک رهبری باید باشه، کاریسما، از بالا دستور بده مردم گوش بدن. تمام بحث اصلاح طلبان سر این بود که این جامعه ایران رهبری نداره. تمام بحث بخشی از کسانی که در خارج بودن این بود که اگر همه نیروها با هم اتحاد بکنند و یکی بشود رهبر همه، اونها دستور میدهند به جامعه، جامعه عمل میکنه. این فرمول کاملشون بوده. چه کاری باید جامعه بکنم توضیح نمیدادن، چه برنامه‌ای براش دارنم توضیح نمیدن، چه راه حلی برای بعد از ایران هست تا امروز هنوز کسی طرح و برنامه‌ای نداده. اقتصاد را پویا میکنیم، لائیسیته را ممکن میکنیم، زن حقوق مند میشه، اینا نه تزه، اینا محتوا نداره، محتواش باید شفاف باشه. هنوز در شفافیت من حداقل چیزی نخوندم از کسانی که اینها ادعا دارن. جامعه براش سواله، خب چه کسی میخواد در حقیقت بدیل این نظام باشه؟ یعنی نه که بیاد جانشین این نظام بشه، یعنی آقای خامنه رو برداریم یکی بذاریم جاش، قوه قضاییه همین شکل بمونه، رئیس شود بشه. اینا در دولت‌های دموکراتیک در غرب اینطوریه، یکی یه حزبی میاد جانشین احزاب قبلی میشه، مدیریت میکنه، اما سیستم میمونه. ما باید سیستممون تغییر ساختار بده. یک سیستمی فاسد، چند دهه هست که این فساد همه ابعاد مختلفش رو گرفته. این فساد رو باید
از داخل این نظام کشید بیرون. این که بگیم مثلا دین دخالت نکنه، قوه قضاییه مثلا پاک بشه از اینها، مثلا از روحانیت، خب اینا یه شعاره، عملا باید این قوه قضاییه تطبیق پیدا باید بکنه با یک اصولی. اون چی که ما پیشنهاد میکنیم باید مطابقت بکند با حقوق انسان، با حقوق شهروندی انسان تغییر ساختار بده، با حقوق طبیعت. هر قانونی که گذاشتن که درش تبعیض هست، زوری هست، فسادی هست، باید تغییر ساختار بده. وظیفه کیه؟ وظیفه حقوقدان ها. کی باید نظارت کنی برایش؟ ملت، من و شما به عنوان کسانی که مدافع حقوق هستیم، حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق اقوام ایران و حقوق در حقیقت شهروندی شهروندان. ما چون مدافع هستیم باید چشم و چراغ باشیم، مواظب باشیم چه میکنن با قوانین. حقوقدان هایی که دفاع میکنن از حقوق ذاتی باید مواظب باشن که در آینده چه تغییراتی داده میشه. دوم اینکه بسیاری از ساختارهایی که این نظام روی ساختارهای نظام قبلی اضافه کرده ساخته، مثلا ما ایوین رو اول انقلاب حمله کردن، همه زندانها رو آزاد کردن، فیلماش هم موقع پخش کردن، گفتن آقا ما دیگه زندان ایوین نمیخوان. چرا؟ برای که یه زندان سیاسی است، ما آدم سیاسی نداریم. خواستهای مردم ایران بود در شعارهایی که میدادن، مثل امروز که جوانها میان میگن زندانی سیاسی آزاد باید کرد، یا آزادی آزادی آزادی. دیگه نمیشه گفت آزادی آزادی استبداد، آزادی آزادی زندان اوین، دیگه نداریم توش دیگه. اگر آزادی است، هر کسی برابر دفاع از حقوق انسان با هر عقیده، هر مرام، هر نظر، هر نوع گویش، هر نوع رنگ پوست حق داره، مثل کسی دیگری که دارای عقاید و نظرات دیگر است. ما در حقوق با هم برابریم. پس بنابراین نمیشود به عنوان کسی که دارای حق عقیده و نظر و مرام و دین هست اون رو بگیری زندانش کنی. چرا؟ مثلا به آقای سید علی خامنه ایشون یه چیزی گفته 2 سال زندان داره. اصلا ایشون چه مرامی داره، چه مقامی داره باز میخوام که باید برای او حکم صادر کنن که بگن 2 سال زندان داره و بگیر تا برو بالا. الان هر کسی رو که میگیرن زندان میکنن، یکی از اونها اینه که به مقام معظم رهبری ایشون توهین کرده، ایراد گرفته، سوال مطرح شده براش، سوال کرده آقا چرا چون باید اختیارات فوق قانون داشته باشه و این جامعه نداره اون اختیارات رو، اختیارات رو از مردم گرفتی دادی دست ولی فقیه، حکم داره، باید بره و زندان. از رئیس جمهوری اگر شما اعتراض کنی میگوین تا 6 ماه. چرا من به عنوان شهروند نباید بتوانم از یک رئیس جمهوری سوال بکنم، بپرسم ایرادش چیه، چرا این کارو کردی، چرا نکردی، چرا این وزیر این کارو کرد و نکرد؟ باید او جلو جلو به همه ملت پاسخگو باشه. متاسفانه نیستن. اما ما نیاز داریم به یک بدیل شفاف، یک برنامه منسجم که دفاع از حقوق انسان میکنه، دفاع از حقوق شهروندی میکنه، دفاع از حقوق طبیعت ایران میکنه، دفاع از اقوام ایرانی میکنه در حقوق که با هم برابر هستن، و دفاع از این وطن میکنه به عنوان یک وطن حقوقمند که یک روسیه یا یک چین یا یک آمریکا یا هر کس دیگه نه یه تیکه از این که وطن رو میخواد بکنه برداره ببره. ما آزاد و مستقل هستیم، استقلال داریم، کسی به ما تجاوز نکنه، ولی روابط اقتصادی رو با همه دنیا میتونه نگه داشته باشه. متاسفم آقای خامنه‌ای دهن وا میکنه میگه ما مستقل هستیم، در این حال وابسته ترین شخص و قدرتی رو درست کرده در وابستگی تمام به اون نیروهای سرکوبش وابسته است شدید. ما کشور میخواد اداره بشه، نیروی سرکوب نمیخواد، یه نیروی انتظامی میخواد. من مرتب الان دارم مینویسم این رو به هموطنانی که در نیروهای انتظامی هستن که شما باید در خدمت مردم عمل کنید، نه اینکه یه زائده‌ای باشید و در خدمت
سید علی خامنه‌ای خودتون رو ناچیز کنی، بیاد به دامان ملت که وقتی تغییرات اساسی میخواد در کشور رخ بده شما امنیت رو بتونید نگه بدارید، مثل دوره شاه نشه که هیچ نیروی انتظامی نماند، مجبور شدن کمیته ها رو تشکیل بدن، این کمیته ها شدن صاحب قدرت در خدمت آقای خمینی، شد یه استبداد جدید. این باید این تغییر ساختار داده بشه و یک بدیلی که گذشتش شفافه، پاکه، صادقه، وابستگی به هیچ کس در خارج و داخل نداره، در استقلال تمام عمل میکنه و در حقیقت جای برخوردش در وطن هست در مقابل استبداد به نیروی مردم. ما نیروی غیر مردمی نیاز نداریم. بزرگترین اقبالی که به جامعه ایران شده اینه که در سر تا سر کره زمین فریاد زنان و مردان ایرانی در یک استبداد دینی، یه چیز خیلی پیچیده است، یک دفعه همه فریاد زدن زن زندگی آزادی، هر سه نماد حقوق مداری است و این فریاد رو همه جهان شنیده و امروز همه با ما هم صدا شدن، همه یک صدا از این وجدان جمعی که در وطن ما به وجود اومده دفاع میکنن. میبینیم از شیدن مو گرفته تا چه میدونم شعارهایی که مردم ایران میدن، اصلا تا به حال سابقه نداره. من 40 و چند ساله در آلمان زندگی میکنم، وزیر امور خارجه یه کشوری که آلمان باشه بیاد هم صدا بشه با مردم کشورهای دیگه، شعارهای اونها رو تکرار کنه و در دفاع اونها برخیزه، صدر اعظمش این کارو بکنه، رؤسای کشورهای دیگه این کارو انجام بدن. چرا؟ برای اینکه این جامعه ایران در عدم خشونت یک فضای فوق‌العاده‌ای رو در سطح جهان باز کرده که زن از اسارت زور و خشونت آزاد بشه، زن در فضای زندگی از آزادی برخوردار بشه، همینطور که مرد هم باید برخوردار بشه و این فضا رو میخواهد بکوشد تا ممکن کنه. در این امکانی که میخواهد به وجود بیاره، من که به شخص همصدا و همراه اونها بوده و هستم و امید دارم که بقیه در این راستا بگوشن، نرن کمک بخواهن از خارجی، پای خارجی ها رو به وطن ما باز نکنن. ما هر بار پار خارجی رو وا کردن و این بلای شده که سر وطن ما اومده. امیدوار هستم که هرچی زودتر جامعه ما ایران تحول بکنه و از این استبداد سیاه به یک دموکراسی حقوق مدار تحول بکنه و ما در یک کشوری آزاد و مستقل بتونیم زندگی کنیم. خیلی ممنون از این فرصت اولیه که در خدمت شما بودم. ممنون جناب آقای گلزار، فوق‌العاده صحبت‌های خوبی گفتید. من در اینجا به یک نکته متوجه شدم. ببینید، ما زمان شاه یک نفر رو داشتیم به عنوان شاه، یک تاج پادشاهی داشت بر سرش و حکومت میکرد بر مردم ایران و یک جوری به قول شما همه کارها رو انجام داد. در حال حاضر ما یک پادشاه دیگری داریم به نام رهبر، فقط به جای تاج پادشاهی عمامه به سر گذاشته. بله. خب آقای فرشاد، ببخشید آقای رضا شایگان، شما دستتون رو بالا کردید، بفرمایید سوالتون رو بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران، پیش آقای گلزار عزیز. ممنون از صحبت‌های اولیه بسیار بسیار خوبتون. من چند تا نکته رو از ابتدای صحبتتون که گوش کردم خواستم عنوان کنم. مورد اول، مورد آتش زدن زندان بود که خب جمهوری اسلامی میدونیم تو این 40 سال 40 چند سال مشابه این اقدامات رو زیاد داشته. از حالا تو این 10-12 سال گذشته، گلاسکو و سانچی و هواپیما اوکراینی غیره، به نظر من میاد که این یک برنامه از پیش تعیین شده است برای خود جمهوری اسلامی. چون ما میدید، من تو فیلم ها که میدیدم خمپاره از بیرون پرتاب میشد به داخل، یعنی 3 تا خمپاره پرتاب شد. این از این موضوع. دوم، در مورد گفته های نماینده مجلس و رهبر و غیره بود که این رجزخانی ها به نظرم نشان از ضعف، دقیقا ضعفشون رو دارن نشون میده که چقدر اینها ترسیدن و ضعیف شدن که
اومدن اینطوری دارن رجز میخونن اون تعداد شهرها رو ببینن و بعد بیان بگن کلن 40,000 نفر یا 60,000 نفر دارن اعتراض میکنن و این نشان ضعف به نظر من دروغگویی و ضعف. مورد سوم و آخری موردی که برام یکم لطفا من فکر کنم اشتباه شاید متوجه شده، اگر اشتباه میگن شما اصلاح بفرمایید. شما فرمودین که یک راهکار، یک پیشنهاد، دسته پیشنهادی دارین که بر اساس رعایت حقوق انسانی و محیط زیستی و غیره بیایم این ساختار رو اصلاح کنیم. اما من میخوام اینو بپرسم که آیا مادامی که ولی مطلقه فقیه وجود داره، آیا این ساختار اصلاح پذیره؟ مادامی که دادگستری مستقل نداریم، آیا این ساختار اصلاح پذیره؟ مادامی که شما هر 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر تو قوانین ایران بیاریم، قانون اساسی، ولی انتهاش برگرده بگی که منافی با اسلام نباشد، اصلا این امکان پذیره؟ این مورد اول. مورد دوم که اصلا حقوق زنانی وسط چی میشه، حقوق بهایی ها چی میشه، این جنایاتی که تو این 40 سال انجام شده چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ همین یک مورد کرونا، ورود واکسن کرونا، آقای یک شخص کی بود، آقای خامنه ای ممنوع کرده، این همه انسان کشته، کی میخواد اینا رو پاسخگو باشه؟ من بعید میدونم اصلا این ساختار، این نظام، این رژیم اصلا قابل اصلاح که هیچی، اصلا از بیخ و بنیان بخوان بچیننش هم دوباره اشتباه عذاب خواهد در من. این نظر من. مرسی. بله، خیلی ممنون آقای شایگان عزیز. اول اینکه آتش زدن زندان رو خبرگزاری فارس که دولتیه اعلام کرد که 4 نفر کشته، 60 و چند نفر هم زخمی. بعد وقتی در خبر رو خواستن بخونن اشتباهاً گفتن که 40 نفر، بعد تصحیحش کردن گفتن نه 4 رو اشتباه خوندیم، خبرگزاری های خارج هم گفتن 40 تا. مسئله سر اینه که این زندان رو در موقعیت فعلی چه نیازی داشته این رژیم بره آتش بزنه؟ در زاهدان که رفتن جنایت کردن، آدم ها را کشتن، خواستن سمت و سوی جنبش رو ببرن به طرف زاهدان، یک سرکوبی بکنن، یک نوع وحشت تولید کنن. همزمان، حالا یادم نیست چند روز قبلش یا بعدش، 6 نفر رو یه روز یک دفعه اعدام کردن، گفتن که این تولید وحشت کنن. خب موفق نشدن، رفتن در سنندج، همین کار رو تو سنندج کردن. تصور کردن زاهدانی ها عکس العمل میشن، موقعیت کشور موقعیت جنگی میشه، چون موقعیت جنگی شده مردم رو میتونن سرکوب کنن، ولی نتونستن این کار رو انجام بدن. ولی در سنندج تصور کردن اونها عکس العمل خواهند شد، و چون عکس العمل خواهند شد میشه اونها رو چیکار کرد؟ مردم رو سرکوب کرد. سنندج هم مردم عکس العمل نشد، با اینکه متاسفانه احزاب و گروه های هستن که اینا میان خیلی تبلیغ میکنن بزنید و بکشید و اسلحه به دست بگیرید و اینها، اما نکردن. واقعیتش اینه که در بانه، سنندج و شهرهای دیگه که سعی کردن در اونجا جنایت هم انجام دادن، این مردم برخیزن عکس العمل بشن، نتونستن. اما اینکه در زندان چه نیازی داشتن، هنوز اطلاعات شفافی نیومده بیرون. واقعیتش اون چیزی که شما میگید و به درستی هست، منم تو صحبتمون رو خدمتتون عرض کردم که در آتش سوزی که شده چه نیازی بوده به گاز اشکاور و زدن خمپاره هایی که این خمپاره ها تولید صدای بیش از حد و نور بیش از حد میکنه، برای یک مدتی اختلال در بینایی و شنوایی به وجود میاره و در حقیقت میتونن کنترل برقرار کنن. چه اتفاقی اونجا افتاده؟ چی شده که میگوین از زندان تونستن یه دفعه فرار کنن؟ کسانی که در زندان اوین هستن میگن موقعیتی که زندان داره، اطرافش داره، نوع سیم کشی ها و اینها اجازه فرار به این صورت نمیده. این یه دروغی که میگن رفتن رومین، اینا رو داخل زندان کشتن. در موقعیت فعلی یک صحبت دیگه که میشه اینه که در زندان تعداد زندانیانی که جدید وارد کردن به بند 7 و 8
اونجا اعتراضات خیلی بالا گرفته، کسانی که در طول روز کار میکنن در قسمت خیاطخونه، انبار خیاطخونه رو احتمالا آتیش زدن. یه صحبت دیگه میگن نه، انبار خیاطخونه رو نمیشه شب آتیش زد، چرا که همه زندانی ها رو میارن به بند و سرشماری میکنن، نمیشه این کار کرد. در هر صورت چیزی که هست داده ها اینه که خب این نظام اون وسط چیکار میکرده؟ به جای اینکه بره مسئله رو خاموش کنه، چرا باید خمپاره بزنه اونجا؟ اونم از این نوع خمپاره. اینا یه نوع جنایته، اینا روز اولشون نیست و با شما هم نظر هستم که این کار رو انجام بده. اون نماینده، اون آقای خامنه ای، حرف من هم همون برداشت شماست و حرف بقیه اینها، اینا رجزخانی ها از روی ضعف کوچک نماییست از یک طرف، شنیدن صدای مردم و اطمینان خاطر به نیروهای خودشون که نیروهای سرکوبه که میتوانیم کنترل کنیم، نترسید. یه ترسی اونجا وارد شده که این حرفو میزنن. اگر در نیروها یک دلی و یک زبانی بود، با یک زبانی میمدن اونجا میگفتن همه رو میزنیم داغون میکنیم. کاری که سال 88 شخص خامنه ای اومد اون نماز جمعه میگفتن شمشیر از رو بست، یک جا یک تو دهنی به ملت و اون انتخابات زد و گفت همین جواب انتخابات همین است که ازش احمدی نژاد بیاد بیرون. چرا؟ میخواستن نظام رو ببندن. حالا نظام رو نمیتونن ببندن، در نیروهای خودشون اختلاف خیلی افتاده. این خبر رو از ایران هم به ما و به من هم دادن که در درون افرادی که در خود نظام هستن، چون چندین گروه مختلف هستن، نیروهای انتظامی هستن، یه چوب دستشونه، نیروهای سرکوب هستن، لباس شخصی ها هستن، حراست ها هستن، در بین اینها چندین چند دستگی است، یگانگی بین اینها نیست. پس بنابراین این باعث شده که اینها بیان رجز بخونن و در حقیقت بیان میکنن که در کشور مسائلی اتفاق داره میفته که باید پاسخگو باشیم، نباشیم کنترل در دست میره. اما صحبت آخر شما که خیلی هم درسته، پیشنهادی که راه حل، ببینید اصلاح طلبان 22 سال به گفته خودشون، غیر خودی ها میگن بالای 30 سال، اینها امکانات مدیریت کشور در اختیارشون بوده. چی کردن؟ استبداد هی بزرگتر شد، هی بزرگتر شده، هی بزرگتر شد. یادمون نره تو دوره آقای خاتمی که میگوین سمبل اصلاحات هست، بودجه برای نهادهای مذهبی گذاشتن. در دوره ایشون برای مساجد بودجه گذاشتن، در دوره ایشون برای ملاها بودجه گذاشتن، در دوره ایشون به دانشگاه ها حمله کردن، در دوره ایشون همه دانشگاه روزنامه ها رو بستن یک جا. باید میگن اسم اصلاحات. حالا خب اینا میگیریم 22 سال، چقدر فساد شده تو این 22 سال؟ آیا اینها نمیتونن امروز حداقل بیان بگن در دوره‌ای که من بودم این فسادها و این جنایت‌ها شده؟ تا امروز نگفتم، امروز میگم. یه مورد هم آدم نمیشناسه، یه مورد نمیشناسه، چون هنوز که هنوزه اصلاح طلبان کوشششون اینه مردم را به گونه آرام کنن که این استبداد بمونه. حالا فوقش آقای سید علی خامنه ای از فردا یه ذره کوتاه بود. آقا با یه ذره کوتاه که مشکل حل نمیشه. مثل که یه روزی هر روز یه نفر منو شلاق میزنه که چه بکن چه نکن. یه دم نشستم میگن تو تحمل کن، شاید از فردا نوع شلاقش رو عوض کنه، شاید از فردا 10 تا کمتر بزن. آقا مشکل اینه که تو نباید به من شلاق بزنی، من حق زندگی دارم. و این اصلاح طلبان این رو نمیخوان متوجه بشن. میگوین ما بزرگترین نیروی مقاوم این استبداد هستیم. آقا طرحتون چیه؟ شما در این اتاقای کلاب هاست لطفا تشریف ببرید اتاقای اصلاح طلب. من در چندین اتاق بحث مستقیم با این آقایون داشتم، میگم خب شما راه حلتون چیه؟ برنامه‌تون چیه؟ تزتون چیه؟ ندارم. چرا؟ چون تا امروز در چارچوب قدرت فکر میکردن، میگفتن آقای سید علی خامنه ای و اون حزب و تشکیلات اونها دارای قدرت مطلقه هستن، ما در کنارش باید یک سری عملهای حاشیه‌ای بکنیم. کنشگر نبودن، واکنش استبداد بودن.
بدیل این نظام دارای طرح برنامه هست و کنشگر واکنش استبداد نمیشه. بنابراین اون چیزی که شما میگید من با شما موافقم. در چارچوب این نظام، نظام استبدادی از هر نوعش نیاز داره اونهایی که ضعیف هستن در جامعه، اقلیت هستن در جامعه، اونها رو تحت ستم بیش از حد از بین ببره. تو همین وضعیت فعلی شما نگاه کنید، دو مرتبه رفتن بهائی‌ها رو گرفتن. آقا اینا چه کردن که یه عقیده مرام دیگه دارن؟ چه کردن در این وطن غیر از که یه عقیده دیگه دارن؟ نه به خاطر که عقیده دیگه دارن اینها رو میگیرن، اینها رو هشدار میدن به بقیه که با شما هم همین کارو میکنن. جبه ترس رو میخوان بر کشور حاکم کنن. متاسفانه فشارش هم و خشونتش هم نصیب اون کسانی میشه که یک عقیده و مرامی دارن تحت نام بهائیه. با عقاید و نظرات دیگه هم به همین ترتیب برخورد میکنن. راجع به حقوق بشر و مثلا حقوق اقوام و زنان رو که صحبت کردید، نه این پیام من هست که در آینده این نظام باید ما یک قانون اساسی حقوق مدار داشته باشیم. در آینده این نظام یک مدیریتی که همخوانی داشته باشه با حقوق انسان، از زن و مرد از حقوق خود برخوردار بشوند. نه در چارچوب دولت تنها، در چارچوب خانواده هم همینطوره. چرا باید فرزندان تحت ستم پدر و مادر قرار بگیرن؟ چرا زن باید تحت ستم قرار بگیره؟ از زمینه‌های مختلف که تحت ستم همسر هست و پدر هست و فامیل هست و همسایه هست و همه اینا، خانوما خیلی به راحتی میتونن راجع به صحبت کنن. هر چشی ستم میکند به اونها، این باید آزاد بشه، این زن راحت بشه، بشه یه انسان صاحب حقوق که از حقوقش میتواند برخوردار بشود و کسی نمیتونه اون حقوق ازش ضایع کنه. و دولت، قوه قضاییه، مقننه و غیره هستن در خدمت احقاق حقوق او. اگر ضایع شد باید بتونه به اونها رجوع کنه و اونها ازش دفاع کنن. متاسفانه حالا نداریم، ولی کوشش مداوم ما بر این بوده که این جامعه وجدان پیدا بکنه که این حقوق ذاتی رو داره و بعد از تغییر این نظام یک دولت حقوق مدار متناسب با حقوق ذاتی در این کشور ممکن بشه. امیدوارم که پاسخ شما رو داده باشه. ما هم امیدواریم که واقعا همچین اتفاق بیفته و واقعا بتونیم که به حق و حقوقمون برسیم. واقعا فقط یک نکته هست که آیا، البته دوستان دیگه هم سوالاتی دارن، من سوالات دوستان رو هم حتما اعلام میکنم چون دست بلند کردم. فقط این که الان شما میفرمایید اختلاف بین دولت مردان جمهوری اسلامی است، آیا تأثیری هم داره در این که مثلا حالا به قولی انقلابی اتفاق بیفته، آیا مثلا بتونن مردم واقعا به حق حقوقشون برسن یا خیر؟ و قبل از اینکه حالا پاسخ به سوال ما بدید، آقای حسنزاده دستشون رو بلند کردند، من مایک رو برای ایشون باز میکنم. مرسی. صدا نیست، ببخشید. آقای حسن زاده مایکتون آزاد شد. درود بر شما، خسته نباشین. صدای بنده هست؟ بله بله، خدمتتون هست. خسته نباشین. میگم به آقای گلزار بابت سخنان خوبشون. الان جنبش و خیزش های مردم با هر اقدامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، این جمله همین اوین یا شاید برنامه های دیگه ای هم باشه که به هر حال انجام بده، الان اقداماتش به شکلی هست که بیشتر و بیشتر گروه های خاص مردم دارن، یا صنفیه ها، فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان، دیدیم که کار از یک مسئله حجاب کشید به مسئله دانشجوها. سنتی شریف اونجوری سرش اومد، بعد از اون دانش آموزان و اساتید، یعنی دانش آموزان اساتیدشون رو مجبور کردن که به این خیزش ها بپیوندن، حتی توییت کردن فلان. الان مرحله به یه جایی رسیده که بین جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر و مردم ایران
یک جنگ روانی هم حاکم هست. شما دیدین که شرمین حاجی پور یک شعر بسیار عالی و بسیار تأثیرگذار رو اجرا کرد و متقابل اون نظام با همون ملودی و با همون سبک شعر اومد یه دونه مقابل اونو ساخت. این یعنی که نظام نمیخواد جنگ روانی رو ببازه. من یک توییتی خوندم که یه نامه منتشر شده و نیروی انتظامی و نظامی رو هشدار بهشون دادن که مراقب زن و بچه هاتون باشید تا باعث گروگانگیری از طرف مردم نشن. خب و بله، و یک سروان که حالا اسمش هم یادم نیست، ایشون اومده بود اطلاع رسانی کرده بود که شاید این مسئله جنگ روانی باشه، مردم هوشیار باشن، مخصوصا نیروهای نظامی و انتظامی که الان نقش بسیار مهمی دارن تو این چیزش ها. یعنی اگر فرمون این نیروها، منظورم فرماندهان نیست، چون فرماندهان چه سپاه چه ارتش همشون گرایش سپاهی و تندرویی دارن و متاسفانه مدیریت بالای این نیروهای نظامی انتظامی همشون ختم میشه به یک ستاد مشترک، فرمانده اونم سپاهیه. پس نتیجه میگیریم که توی مدیریت نیروهای نظامی انتظامی نمیشه زیاد امیدوار بود بهش. و من میام به طبقات پایین، به درجه دارا، به مردم عادی که جزء این ارگانهای نظامی انتظامی هستن. ما چجوری میتونیم جنگ روانی بین این خیزش ها و نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی رو ما ببریم؟ این سوال منه که آیا راهکاری هست از طریق رسانه ها، از طریق حتی شده یه سری پلیتیک به خرج بدیم که این جنگ روانی رو ببریم یه جوری؟ چون الان دیدین که هنرمندها، فوتبالیست ها، ورزشکاران دیگه، این خانم صخره نوردمون، همه یه جوری دارن راحت انتخاب خودشون نه به جمهوری اسلامی رو عملی نشون میدن. ما خیلی وقته که روی کاغذ نه به جمهوری اسلامی رو نوشتیم، خارجی نشین ها این نه به جمهوری اسلامی رو بالا گرفتن، هشتگ شد و غیره، ولی الان مردم ایران داخل ایران دارن به این کمپین به صورت عملی میپیوندن. چه کار کنیم که بتونیم این جنگ روانی رو از جمهوری اسلامی و یا کسانی که ساپورتش میکنن برای سرکوب مردم، حالا اسم دولت‌هاشو یه سری خبرها شنیدم ولی دقیق نمیدونم مستند هست یا نه، مثل چین، مثل خود اروپا که یه سری نفربر و ماشین‌های ضد شورش داده به ایران، چیکار کنیم که این جنگ روانی رو ما ببریم از جمهوری اسلامی؟ ممنون میشم جواب بدید. خدمتون عرض کنم که سلام دارم شما، خدمت شما آقای حسنزاده، مدت ها بود صدای شما رو نشنیده بودم. بله، در اینکه هر استبدادی در دورانی که مردم خواهان تغییر میشن انواع و اقسام خشونت ها اعمال میکنه، یکیش وارد جو ترس میشه. مثلا امروز یک خبری اومده بیرون که ایران رو پاشو میخوان بکشن در جنگ اوکراین و احتمالاً ما در یک موقعیت جنگی قرار میگیریم. خب این نه این که بگیم که خب حالا اوکراین که با ما فاصله مرزی داره، ما در جنگ اوکراین قرار میگیریم که چی؟ نه، ترس وارد میکنه. حالا بذارید یه چیزی براتون بگم. در زمان شاه مثلا یه اتفاق میافتاد، اصناف خب همه چی گرون میشد، ناراحت میشدن، یک دفعه میدید تیتر روزنامه بزرگ میزدن که داروی معالجه سرطان کشف شد از طرف ایرانی. و خیلی ها سرطان داشتن، خانواده‌هاشون، یه دفعه تمام ذهنیت ها میرفت برای اینکه کی بوده چی بوده. 3-4 روز اینا بمبارون خبری میکنن، خبرهایی که واقعیت نداره. آیا رژیم ایران میکنه؟ معلومه که میکنه، هر روز داره میکنه. اما شما میگی در جنگ که به وجود اومده ما بتوانیم جنگ رو ببریم. واقعیتش اینه که تا امروز ما جنگ رو بردیم، اگه اسمشو جنگ میذاریم، در مقابل یک استبداد
آیا مردم که در صحنه اومدن به هر تعدادی که هستن بردن یا نبردن؟ به نظر من بردن. چرا بردن؟ سال 96 ما چندین اطلاعیه داریم و 98 هم همینطور که پیشنهاد به شما میکنیم یک جا جمع نشید برای تظاهرات در شهر، پراکنده جمع بشید. پیشنهاد کردیم شعارهای متناسب با عکس العمل رژیم رو شما شعار سازی کنید، مردم رو دعوت بکنید به همگرایی، نه اینکه سرزنش بکنید به همگرایی. خب یه نسلی بوده رژیم هم در اون خیلی دخل و تصرف داشت، باعث شد که کار دیگه ای میکردن. امروز جامعه ایران چی کار میکنه؟ در اصفهان میگن در 8 نقطه در 3 هفته اول مردم جمع میشدن، همیشه هم یه جا نمیشن. چند نقطه همیشه گیست؟ مثلا سر پل خواجوی اصفهان، دمه اینم پل بزرگ مهر، اینم کجا. بعد هر شب اعلام میکنن یه نقاط جدیدی بهش اضافه شده، مثلا در تهران. هیچ کس تصور نمیکرد چندین منطقه جنوب شهر تهران بپیوندن به تظاهرات و شعارهای بسیار جدی بدن در مخالفت با این نظام. کسی فکر نمیکرد، خود این نظام هم فکر نمیکرد که این بخش از جامعه تو دستشه. میگفت نه، دست من در نمیان، من کنترل میکنم اینها رو. از دوره احمدی نژاد که برای اینا یارانه گذاشته تا بگیریم انواع و اقسام کارهایی که با اینا میکنن و یه منطقه فقیری است، میگن که خب اینا در دست ما هستن. میبینن حاشیه‌های شهرها هم بلند شدن، پس مردم موفقیت داشتن. در سرکوب موفقیت داشتن؟ نه. در شعارها موفقیت داشتن؟ نه. در ترس هایی که تا امروز وارد کردن موفقیت داشتن که مردم شرکت نمی کنن؟ نه. چند نفر از ایران به من تماس گرفتن، اتفاقا یه آقای بسیار فعال میگه که من تعجب میکنم، فکر نمی کنم که دیگه ادامه پیدا کنه. پنج شنبه است، خیلی جنبش ها کوچیکه، آخه نمیشه که تا شنبه ما صبر کنیم؟ که شنبه یک دفعه دیدیم سر تا سر ایران جنبش عمومی بود. این هموطنهای ما دلکوچیک هم هستن. ما در انقلاب 57 یه عده رو شاه میکشت در تبریز، 40مش قم میرفتن تظاهرات میکردن. چند نفر؟ 2000 نفر. بعد از اونها چند تا رو میکشتن، 40 رو بعد تو اصفهان میرفتن تظاهرات. اونهایی که در اصفهان هستن و آقای حسن زاده هم میشناسه فکر کنم اونجا رو خوب، رفتن تو مسجد سید اصفهان 2000-3000 نفر. بعد از اونها کشتن مشهدی ها، چله اصفهانی ها رو گرفت و به همین ترتیب 40 رو به 40 رو. حالا در ایران میگن 7 به 10 هفته و این رژیم تا به حال نتونسته کنترل کنه. آدم میگیره، نیروهای لباس شخصیش رو خیلی زیاد کرده، نه اینکه قبلا هم نبود، سال 57 هم بود، تو دوره مصدق هم همین کارو میکردن، همین سیستم رو اجرا میکردن. یه دل لباس شخصی داشتن برای سرکوب که مردم نشناسن اینا کیا هستن. یه سری هم نیروی انتظامی بودن، یه سری هم گارد ویژه می بردن. الان اینا هم همین کاره. روش یکیه، شکلش، نوع برخوردش فرق کرده. مثلا از تفنگ ساچمه‌ای معمول نبود اون موقع، هر دفعه که کشته میشد میگفتن نه نمیخواستن بکشن، تیر کمانه کرد. آخه چه شکلیه این تیر؟ هر دفعه کمانه میکنه میخوره به مردم، یه دفعه نمیخوره به نیروهای خودشون. پس این کمانه نیست، مستقیما شما داری آدم‌ها رو میزنه. حالا با تفنگ ساچمه‌ای میزنه، چرا با ساچمه‌ای میزنه؟ یا تفنگ رنگی میزنه، رنگ میزنه، گلوله لاستیکی که اینقدر درد داشته باشه که فردا نیاد در تظاهرات، ساچمه‌ای بخوره نمیره، ولی غیر فعال بشه این انسان. میبینیم مرتب به جمعیت‌ها در شهرهای مختلف اضافه شد. اول عرایضم خدمت شما گفتم که آنچه را که میکوشند مردم رو کاری بکنن که بگن نه آقا اینا کسایی نیستن، اینا چیزی نیستن، برنامه ندارن، نماینده، هر چی گفتن تا به حال بی اثر بود. یعنی ترس ها به مردم تا امروز تأثیر نداشته، فردا رو نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی تا امروز یه جنبش برگ برنده دیگه. این چیه؟ ما 88 اگه یه دی به خاطر داشته باشن، به خاطر اینکه فیلم جوانها به خارج انتقال دادن، گفتن که دوران انقلاب تلفن دستی شده.
خب تو بهار عربی هم همون سیستم رو اونا رفتن اجرا کردن، خیلی موفقیت داشت. ما نه، ما نداشتیم، ما در چارچوب رأی منکو عمل کردیم، سرکوب شدیم. 96-98 این عنوان شد تو اخبار تو دنیا که بله این یه جنبشی در ایران شده است، ولی این جهانی نشد. چرا که گفتن اینا نه خشونت طلبن، رفتن آتیش زدن، خراب کردن، فلان کردن. الان اینطور نیست، امروز این شکلی نیست. امروز برای تظاهراتی که میخوان بذارن در برلین، در یه اتاقی بودم من امروز که اونجا صحبت میکردم تو کلاب هاست، یک آقای اومده پیشنهاد کرده اگر اونجا لباس کسی رو خواستن بکنن برید لباس تنش کنید، اگر اونجا بنا شد کتککاری بشید برید جلوشون رو بگیرید که دنیا فیلم ما رو نبینه کتککاری، اگر کسی میره شعار انحرافی خشونت طلب میده نکنید. شروع کرده یه سری موارد، همه مواردش درست، برای که جامعه جهانی به ما نگاه میکنه و پشتیبان ما شده. این بسیار کار با ارزشی است. شما در تمام کشورهای جهان تظاهرات میشه، ولی شما نمیبینید تو کشورهای دیگه این انعکاس جهانی پیدا بکنه، شعار جهانی بشه. فیلسوفا و جامعه شناسا بحث میکنن در ایران چه تحول فکری شده که الگوس برای جامعه جهانی. میبینی زنای سودانی شعارهای مردم ایران دستشون گرفتن، زنان افغانی همینطور، کشورهای عربی همینطور، یک شعار جهانی شده. در ترکیه میگویند که سعی میکنن تظاهرات زنان رو کمتر در تلویزیون‌های رسمیشون نشون بدن، چرا که وحشت دارن که زنان ترک برخیزن و همزبان با زنان ایرانی خواهان حقوق از دست رفته خود بشن. پس اینا همش تا امروز برنده است. آن چیزی که مهمه اینه که کاری نکنیم که بازنده بشویم. یادمون باشه در ایران انقلاب شد، این انقلاب الگو شد. تا قبل از او کشورها یه حزبی میمد تیراندازی میکرد میکشت من سر قدرت. نه، در ایران یه ملتی اومدن خواهان تغییرات شده. اینکه آقای خمینی اومده انقلاب رو دزدیده، ضد انقلابش کرده، مخصوصا حزب جمهوری و غیره، این رو به پای ملت ایران نمیشه بنویسه. امروز هم مردم اومدن خواهان تغییرات اساسی هستن. این رو باید خیلی مقتنم بدونیم، مواظب باشیم. آقای خمینی وقتی که حمله کردن به سفارت آمریکا، یه عده جوان در نادانی و وابستگی هر دو این کارو کردن، اومد گفت این انقلاب بزرگتر از انقلاب اول بود. از همون روز پشتیبانی جهانیش از دست داد این انقلاب مردم ایران. و آقای خمینی تونست هر جنایت و فسادی میخواد بکنه، این بار هم باید مواظب باشیم این پشتیبانی رو از دست ندیم. وقتی حق طلبی میکنیم وجدان جهانی از ما دفاع میکنه، ولی حق طلبی نمیکنیم نه. مثلا علی دو نفر با هم دعواشون بشه، یه کسی در دفاع از حقوق خودش میمونه، یکی هم نه ظلم میکنه و میزنه و داغون میکنه، همه میرن دفاع از اون میکنن که بهش ظلم شده. اما اون بگه وقتی با یه کشیده زد منم با چکش زدم تو سرش، خب دیگه کسی از کسی دفاع نمیکنه، میگن هر دو اشتباه کرد. فعلا ایران ایستاده استوار، ما هم دفاع میکنیم، در خط ملت ایران هستیم، از حقوقش دفاع میکنیم تا این جایگزین شه. من تا به امروز همه رو مثبت میبینم، از این البته نقطه ضعف های هم وجود داره در کل کشور، نمیشه اونها رو گفت نیست، اما کلیت قضیه از لحاظ شکل جهانی که نگاه میکنید خیلی مثبته. مهمترین قضیه اینه که کسانی به نمایندگی از ملت ایران نرن، درخواست از کشورهای خارجی بکنه از قدرت ها که بیاد از ما حمایت کنه. حمایت رو باید جامعه جهانی بکنه، جامعه حقوق مدار جهانی بکنه که در حال حاضر میکنه. تا پای قدرت ها رو آوردیم وسط، اون قدرت ها میان بر اساس منافعی که برای خودشون میشنن حساب میکنن، حساب کتاب میکنن، بعد یهو مثلا میگن آره وارد شدیم، مثل عراق شده ستیکه، وارد شدیم مثل ترکی، مثل افغانستان، قبلا اینقدر معتاد داشت حالا اینقدر داره، اینقدر فساد داره، اینقدر نه. این ما بمانیم بر اصولی که خودمون داریم و توانا هستیم به تغییر و توانا هستیم به مدیریت آینده این وطن. امیدوارم پاسخ مناسب داده باشه.
ممنون جناب آقای گلزار بابت پاسخگویی کامل و واضح شما، و ما متاسفانه ما میبینیم در ایران چه اتفاقاتی داره. خانم مبشری شما یه سوال کردید، آیا اختلاف در دولت مردان ایران هم افتاده؟ فراموش کردم. بله که افتاده. دو تا دیدگاه هست، چه بکنیم؟ یه دیدگاه هست که آقای خامنه‌ای و یارانش دارن، سفت میمونیم رو موضع قدرت مثل کاری که شاه کرد. تو خاطرات اعلم هست، مال فرای پهلوی هم هست که هر چی بهش گفتن که بیاد یه عذرخواهی بکنند یه کاری بکنه میگفت نه. این نخست وزیر میبرم، یه نخست وزیر نظامی دیگه میارم، اینو میبرم که هی فشار رو بیشتر کنم. آقای خامنه‌ای رو این فعلا رو این خطه، کلیت نظام رو این خطه. یه بخشی از اینها تصور میکنن اوضاع احوال در حال تغییره، کاملا پیداست، یعنی پیوستگی از 4 هفته گذشته و داره هی بهش اضافه میشه، تاکتیک ها داره نو میشه. اینها اختلاف دارن، اینها کیان که اختلاف دارن؟ طبقه دوم و سوم و کارمندان دولتی که در یک مثلا سمت هایی هستن. اینها باید یه نتیجه گیری کنن، آیا با این نظام بمونیم تو آخرین لحظه؟ اگر مردم موفق شدن ما چه بکنیم؟ دیگه حیثیتی در این وطن نداریم، باید بریم نمیدونیم کجای دنیا خودمونو پنهان کنیم، یا اینکه میخوایم که این وطن با این مردم بمونیم، پس باید موضع بگیریم، بیام طرف مردم. موقعیتی که تا امروز به وجود اومده موقعیت این اختلاف نظره که چه شکلی بیایم طرف مردم. این هنوز یک مقدار شفاف نیست، اما هست که شما حتی در فیلم ها که توجه بکنید میبینید 6 نفر که میریزن و سر یکی، 2 نفر میان اون دوتای دیگه رو میکشن عقب، نمیذارن که لهو لوردش کنن. چرا؟ تو همونها یه اختلاف نظر میبینید تو یه فیلم 20 ثانیه‌ای. البته گزارش های هم که از ایران میاد میگن که در این نیروها، نیروهایی که مثلا امنیتی هستن یا انتظامی مخصوصا هستن، در کادرهای دولتی و اونا کارمندای این وطن هستن، کسی که اینا رو دور نمیرزه، که اینا باید این وطن رو بتونن اداره کنن. مدیریت باید تغییر کنه، و اینکه یعنی یک ساختار مدیریتی نه متناسب با قدرت و خشونت بلکه با حقوق مداری باید تغییر کنه. بنابراین اونا اختلافات به وجود اومد، اما هنوز اون شکاف بزرگ نشده. ما چون یه تجربه سال 57 داریم، همش به بهمن 57 توجه میکنیم، به 4 ماه قبلش توجه نمیکنیم که حکومت نظامی تازه شروع شده. امکان داره در ایران مثل مصر 15 روزه تموم نشه، مثل تونس به این زودی تموم نشه. در ایران 4 ماه طول بکشه جنبش. ما داشتیم این تجربه رو دیگه، تجربه 57 هم 1 سال خورده طول کشه. پس بنابراین امکان داره اونقدر طول بکشه، امکانم داره که وقایع دیگه اتفاق بیفته، مثلا هفته دیگه به جایی که در سطح شهر اینقدر آدم باشن 20 برابر بشن جمعیت، یک دفعه کارمندان بپیوندن، یک دفعه اعتصابات شروع بشه، موقع تغییرات خیلی سرعتش میره بالا. و اینکه اون کسانی که در چارچوب اداری و امنیتی این کشور زندگی میکنن باید بشینن حسابشون رو بکنن کجا هستم من. اگر با ملت هستم باید بیام این ور و هرچی سریعتر، یا نیستم. و این رو باید آغوش رو باز گذاشت. به خاطر همین هست که در کشورها یکی از اصولی که هست که در انقلاب ها انجام میگیره، عفو عمومی رو از قبل اعلام میکنن، میگن عفو عمومی میدیم، هر کسی به دامان ملت بیاد عفو عمومی بهش میدیم. اما اونهایی که جنایت کردن، فساد کردن، در یک دادگاه عادله باید پاسخگو باشند. این نیست که همه رو میبخشن، اما به اونها جرمهاش خیلی بالا قرار نمیگیره، چون به دامان ملت پیوستن و مقدار خسارت رو لحاظ خشونت در سطح جامعه کم کردن. این بایسته است، من موافق این نظر هستم. اما کسانی هم هستن که متاسفانه میگن نه، الان در اپوزیشن هم میبینیم اگه در آینده برسه میکشیمشون. کسانی که با این عقیده هستن پدرشون رو در میاریم. خب هر کسی یه عقیده و مرام دیگه داشته باشه وحشت میکنه، اوضاع احوال عوض شه، میخوان منو بکشن. تا دیروز بهایی رو میکشتن، حالا مثلا در آینده میخوان چه میدونم مسلمان شیعه رو بکشن یا معتقدین به یک طرز تفکر دیگه رو. قرار بر برادرکشی و خواهرکشی نیست، قرار بر اینه که هر کسی با هر عقیده و مرامی داره در این کشور در تحول نقش داشته باشه، یک حکومت ملی داشته باشید، همه درش نقش داشته باشید.
خیلی ممنون. ممنون جناب آقای گلزار. آقای مهران انصار نجات، مدت هست که دست بلند کردن، من سخن رو کوتاه میکنم و مایک رو در اختیارتون قرار میدم. آقای انصار نجات بفرمایید. سلام عرض ادب خدمت شما و تشکر از صحبت های بسیار مفید جناب آقای گلزار و سایر دوستان. من دو تا سوال دارم که البته قبلش فقط یه آمار کوچیک، خیلی کوچیک از پروپاگاندای ایران بدم، بعد اون دو تا سوالمو بگم خدمتتون. البته همه مستحضر هستید. آقایون میفرمایند که 60,000 نفر الان توی 101 شهر، ما اگه تقسیم کنیم میشه هر شهر 600 نفر، یعنی هر شهر 600 نفر میام میرم مثلا میانگین، حالا بالا و پایین شکار نداره. شما حالا جمعیت دانشجوها و مدارس رو حساب کنه که اگه توی شهر فقط یه دانشگاه و یه دونه مدرسه هر روز اعتراض کنن، اون 600 نفر واقعا بیشتر میشه. و اینکه فرمودن 28 میلیون نفر به طرفداری از حکومت اومدن، باز ما میبینیم منظورشون اینه که 33% کل جمعیت ایران که الان 84 میلیون نفره، یعنی ما الان با تو تهران یه تظاهرات 3,300,000 نفری داشتیم که حالا یا چشم ماها ضعیف شده یا ریاضی آقایون یه مقداری ضعیف هست که کسی این 3,300,000 نفر الان تو تهران یا مثلا 1,000,000 نفر تو اصفهان یا 900,000 نفر تو شیراز هم ندیده. این که دیگه نخنما شده که آماری که میدن دیگه واقعا خنده داره. فقط دو تا سوال از جناب آقای گلزار داشتم، چون بحثمون هم بحث در حقیقت یکی اعتراض هست و خب مهمتر از اون این که ما این جنبش رو میتونیم الان اعتراض بدونیم یا انقلاب بدونیم. حالا تو اونجایی که معمولا توی امور سیاسی عنوان میشه، یک انقلاب میگن با 4 مرحله داشته باشه دیگه که بهش بگیم انقلاب. ادامه هست، یعنی شروع مرحله اولش، ادامه، گسترش و تثبیت. سال اول من اینه که الان با توجه به اتفاقاتی که توی ایران افتاده، نظر شما اینه که ما توی کدام از این مرحله ها قرار داریم؟ شروعش که مشخص است، ولی تو مرحله ادامه هستیم؟ تثبیت هم که هنوز نشده، الان تو مرحله ادامه هستیم یا گسترش؟ که خیلی مهمه، مردم اینو میخوام بدونن واقعا، چون امیدوار میشن اگر توی مرحله باشه که اعتراض تبدیل به انقلاب بشه، میگن حالا همه دیگه اینو اسم اینو دیگه باید بذارن انقلاب نه اعتراض، ولی خب انقلاب باید واقعا این 4 تا شاخصه رو داشته باشه. ما الان توی چه مرحله هستیم از این؟ و سوال دومم هم اینه که با توجه به این که همه ما میدونیم دیگه، همه مردم ایران هم دیگه میدونن که قدرت‌های بزرگ جهانی پشت مردم ایران نیستن، یعنی به جایی که بیان وزیر کشور یا رئیس جمهور کشور رو ممنوع خروج کنن، میان یه سری افرادو که اصلا تأثیری نداره توی سرنوشت دیپلماتیک ایران ممنوع خروج میکنن. به نظر من یه مانور تبلیغاتی و یه مانور حقوق بشری هست. چجور میتونیم ما واقعا با این قضیه مبارزه کنیم و بتونیم به حدی برسیم که ایران رو به تحریم دیپلماتیک برسونیم و یه جوری بتونیم اعتراض‌های مردم رو به نتیجه برسونیم؟ خیلی ممنونم که میکروفون رو در اختیار دارم. خدمتتون عرض کنم که آقای انصار نژاد، خیلی سوال خوب و دقیقی کردید، بسیار شفاف. اول اینکه اعتراض، اگر که این مردم از نوع شعارها میفهمن، من دو هفته اول 37 دونه شعار عمومی جمع کردم، هر جا بوده اینا رو تکرارها رو کنار هم گذاشتم و بعدش این شعارهایی که همه گیر شده همه جا هست، الان 54 تا 5 تا دونه شعار شده. امروز هم که دو تا شعار بهش اضافه شده، اونها رو باید اضافه کنم به اون لیست. خدمتون عرض کنم که اینها اعتراض نمی کنند، من روسری ما نمی خواهم. من مثلا آخوند باید فلان کار باشه، شغلش این باشد مثلا، نه. لایسیته رو به نظر من بیان میکنه توپ تانک فشه فشه، آخوند باید گم بشه. نمیگه آخوند رو بکشیم، نمیگه اعدامش کنیم، نمیگه تردش کنم، میگه گم بشه، نباید باشه. از چارچوب قدرت اون رو نمیخواد، درست. بعد شعارهای دیگه هم به همین ترتیب داده میشه. شعارهایی که داده میشه رهبریت نظام، محوریت نظام رو هدف گرفته. خب اینا کجاش همخوانی داره با اعتراض؟
اعتراض اینه که آقا شفاف سازی نیست در مثلا مجلس، ما یک مجلس شفاف میخواییم به صورت شعار ریتمیک بگن، ما آقای رئیسی رو نمیخوان، یک کسی رو میخوایم که چه میدونم درآمدمون بهتر بشه. الان نماینده کارگران اومده صحبت کرده، گفته مخارج یک خانوار 4 نفره در ایران 18 میلیون تومنه. البته 18 میلیون اونم 100 خورده یا 200 خورده، حالا اون خورده رو بذاریم کنار، 18 میلیون که بتونه متعارف زندگی کنه، نه اینکه خوب زندگی کنه، بتونه زندگی کنه 18 میلیون. حالا کسی که نداره چه شکلی زندگی میکنه؟ سازمان بهزیستی گفته که 32% جامعه ایرانی معادل 27 میلیون گرفته، گفته این 27 میلیون زیر خط فقر مطلق هستن. و اگه اینا فقر مطلق هستن، چند میلیون تو فقر هستن به همین تعداد؟ باید میشه 2/3 جامعه. پس 1/3 جامعه میتونه زندگی کنه، حداقل خیلی کمی هم هستن که از رانت‌های بزرگ برخوردارن، اونا رو باشون کار نداریم فعلا. نه از لحاظ آماری کار نداریم، ما اینکه چرا رانت خاری میکنن باید پاسخ بدن. کشور که جای این نیست که 93 هزار میلیارد تومان بدوزی ببری معادل 3 میلیارد دلار، اصلا هنوز کسی جوابگوش نیست. در اصلا در آلمان که شما زندگی میکنی، واقعا اگه یه همچین اتفاق میافتاد در زباهن مثلا این کشور، نه به این مقیاس خیلی پایین تر، مسئله اصلی رادیو تلویزیون نمیشد با اون اشخاصی که این کار کردن. ما در ایران اصلا کسی راجبش حرف نمیزنه. خب این مسئله اینه که مردم نمیان شعاراشون رو بکنن مقطعی، مثل این کارمندا که اومدن، معلمین که اومدن، معلمین شکستن، باز گفتن معلم زندانی آزاد باید کرد، زندانی سیاسی آزاد باید کرد. یا معلمین شعار دادن که درس امروز ما به شاگردا آزادیست، آزادیست. این یه فضایی رو شکستن. یا کشاورزان اصفهان یه چیزهایی رو شکستن در شعارهاشون. اما شعار امروز ایران اعتراض نیست به چیز مثلا به وضعیت اینه. تغییرات ساختاری میخوان. تو صحبتهایی که کردن شعارها، یک شعار هنوز نیست و اون مسئله استقلاله. در انقلاب ایران گفتن استقلال آزادی جمهوری، بعد تبدیل شد استقلال آزادی جمهوری اسلامی. مردم تصور میکردن در جمهوری اسلامی عدالت رعایت میشود، نه که ضد عدالت رعایت میشه. خب حالا شده این وضعیت که تصورم نمیکردن یک کسی بیاد قیم مردم بشه بگه من صاحب اسلام من هستم و من از امام زمان به من گفته که تو میتونی بشی ولی مسلمین و همچین چیزی هیچ روایتی نبوده. از دو تا روایت ساختگی ولایت فقیه رو در آوردم که اصل ولایت فقیه گرفته میشود از کلیسای کاتولیک که بونافیست 8 او ادعا میکند که خداوند آنچه را که میخواهد بر روی کره زمین اجرا بشود از طریق کلیسا به من میگوید، من نماینده او هستم. تا قبلش هم هیچ پاپی اینو نمیگفت، ایشون مدعی میشه. از اون موقع هر پاپی اومده شده نماینده خدا بر روی کره زمین. آقای خمینی هم این رو آورده وارد کرده تو فقه شیعه، وجود نداشته. حتی کتابی که اولین بار مینویسد و میده بیرون، این رو به عنوان کتاب زاله در حوزه اجازه خوندنش نمیدن فقها. میگن این شرکه. متاسفم که آقایونی که در حال حاضر در حوزه هستن هم اعتراض نمی کنن. آقا دیگه حالا که وقتشه که اعتراض کنید به این همه بیعدالتی. کار شما در طول تاریخ این بوده که اگر بیعدالتی میشه اعتراض کنید. امروز نشستید اینو بستید، خب این دهنو وا کنید. پس اعتراض نیست. انقلاب، شما گفتید که انقلاب 4 وجه داره: شروع داره، ادامه داره، گسترش داره و تثبیت. شروع که شده جنبش ها، ادامه که داره، گسترشش در سطح همگانی در سطح کشور نشده. البته انقلاب رو به چی تعریف میکنیم؟ از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار میگیره. اگر انقلابات بلشویکی رو نگاه کنیم و کوبا نگاه کنیم که توش مردم نقش نداشتن، یه حزب نقش داشته،
توی ماو رو نگاه کنیم آخر کار به مردم یه بخشی یه نقشی پیدا کردن و هر جای دیگه، نه انقلاب ایران، نه این که شما میگید گسترش بوده در سطح کشور و تثبیت شده. در اون حد ما نرسیدیم. چندین ابهام هست. لایسیته رو چگونه میخواهند؟ نقش مداخله بنیادهای دینی در دولت که نباشد. این باش دو تا شعار هنوز به اونجا ما نرسیدیم. دو، دموکراسی رو با چه معیارهایی میخوان؟ یه چیزهایش رو گفتن، راجب زن گفتن، آزادی گفتن، اینها باید هنوز شفاف بشه. این شفافیت رو در بیان عمومی میشه دید، هنوز نیومده. شما میتونید، من میتونم یه مقاله مفصل بنویسم، ولی این بیان عمومی باید بشه، هنوز اون بیان عمومی نداره. تثبیتش به این عنوان هست که کس یا کسانی که من اعتقاد به کسانی دارم بشوند سخنگوی مردم برای اینکه تحقق پیدا کنه استقلال و آزادی در وطن، بشود یک حکومت ملی، یک جمهوری ملی که در اونجا همه انسان ها نقش داشته باشن و همه حقوق برابر داشته باشن. هنوز ما نداریم. من به صفت شخصی حرف میزنم، با صفت شخصی هم با خیلی ها مخاطب قرار میدارم، اما اینکه در جامعه ایران، مثلا جامعه ایران بگه نه ما حق طلب هستیم، این کسانی که دفاع از حقوق میکنن، ما میخوایم اینها سخنگویان ما بشن نه رهبران ما، چون که رهبر هر وقت میاد پشت سرش اینه که بقیه دیگه هیچ کارن، او دستور میده بقیه عمل میکنن. نه، ما گوسفندان نمیخوایم در وطن داشته باشیم که یک کسی شبان اونها بشه رهبر، دستور بده بقیه گوش بدن. مردم همه عقل دارن، همه هوش دارن، همه استعداد دارن، نسبتاش فرق میکنه ولی دارن، همه حقوق برابر دارن، پس حق دارن نقش پیدا کنن در سرنوشت خودشون و این نقش رو باید دار. اگر میخوایم تحول بشه باید این نقش رو بدیم. هنوز تا اونجا فاصله داره. با شما در این قسمت من موافقم که هنوز فاصله داره. در راجع به قدرت هایی که میگی، ببینید قدرت ها اصلا رو اسمشون هست، میگن قدرتیم، یعنی ما دارای یک منافعی هستیم در کشورهای دیگه. حقوق نه ها، منافع دارن. مثلا وقتی حمله میکنه به افغانستان منافعی برای خود اونجا میذاره. افغانستان میخواست قرارداد بنویسه اون معادن مسش رو بده به چین به قیمت فکر کنم 3 میلیارد با هم به توافق رسیده بودن. آمریکایی‌ها مخالفت کردن، گفتن پس ما اینجا چی کاریم که اومدیم تو این کشور؟ قرارداد رو با قیمت خیلی پایین‌تر با آمریکایی‌ها نوشتن. پس آمریکایی‌ها رفتن اونجا چون منافع دارن. گفتن ما سرپرستی می‌کنیم مسئله تریاک رو در افغانستان. افغانستان فروشی که داشت در اون زمان، دوره به اصطلاح طالبانی که اون موقع حاکم بودن، 700 تن در سال صادرات تریاک داشت. چون اون احمد شام، نه آقای اسمش از ذهنم پرید که رئیس طالبان بود اون موقع، 2,700,000 تن صادرات تریاک بود، گفت حرام است، شد 750 تن. بعد که آمریکایی‌ها حمله کردن تا 9,000 تن شده تولید تریاک. چقدر ارزشش؟ بالای 100 میلیارد. چقدر ارزش افزوده در جهان تولید میکنه؟ 600 میلیارد دلار. کی بر اون نظارت داره؟ انگلیسی ها و آمریکایی ها. چی کار کردن توی این مدت؟ من در این زمینه خیلی مقاله نوشتم و خیلی تحقیق کردم، هیچ مطلبی راجع به نظارت اونها ندارم، غیر از که یه سری ایده هایی که هر کسی تریاک نکاره هکتاری 100 دلار بهش میدیم گندم بکاره، اگر کسی تریاکاش میریم تریاکا رو تخریب میکنیم. ولی من نمیدونم چرا سال به سال شد 6000 7000 8000 9000 تن تا آخرین صحبتی که در اون کشور بود که انگلیسی ها آمریکا یا نظارت داشتن اینقدر بوده. پس اینا دنبال منافعشون هستن. کارهای دیگه هم همینطور، غیر از مس زمرد هم همینطور بوده. مسئله اورانیومی که در افغانستان بوده ما نمیدونیم چقدر برداشت کردن، اینا همش هست که در اون کشور. پس بنابراین در کشورها قدرت‌ها دنبال منافعشونه. اگر بخوان نیروهایی بیاورن در کشور ما که در اونجا دموکراسی ممکن کنن، اولین پیامش به ملت ما اینه که آقا شما ناتوانی، من اومدم کار شما را بنزم. اولین پیامش اینه دیگه. پیام دومی نداره برای ملتی، ملتی که فعلا در صحنه داره عمل میکنه.
بزرگترین کاری که میکنن و پیام ما با اونها باید باشه و خیلی جدی که آقا در امور کشور ما مطلقاً نمیخوان دخالت کنیم، مطلقاً نمیخوان دخالت کنیم تا ما تکلیفمون رو با این استبداد حاکم خودمون تمام کنیم. وقتی تمام کردیم و قراردادهایی که در اون کشور هست متناسب با برخوردار شدن شهروند ایرانی از حقوقش، موقع خیلی قراردادها باید تغییر کنه. قرارداد 25 ساله با چین نوشتن، ایران را در یک وابستگی طولانی میخوام ببرم، یا میگیم نمیپذیریم به این شکل، یا اگر میپذیریم اینطوری میخوان، خلاص شده رفت. و این قدرت ها نباید نقش داشته باشن. به مجردی که نقش میدیم به قدرت های خارجی، پاشون رو وا کردی دیگه نمیتونی پاشون رو بکشی کنار. چرا؟ برای اینکه یک عده خیلی عذر میخوام نوکر صفت هستن که دوست دارن به صندلی قدرت بچسبن از طریق خارجی، بعد اینا میرن زدابند میکنن، ما خبردار نیستیم. بعدها معلوم میشود که یه عده ای از طرف حزب جمهوری اسلامی رفتن در پاریس توی یه دونه هتلی نشستن با آمریکایی‌ها زدابند کردن که چه شکلی ضد بنی صدر اولین رئیس جمهوری کودتا بکنن، بعد آمریکایی‌ها پشتیبانی بکنن از حزب جمهوری اسلامی، اسلحه بدن به ارتش ایران تا در عراق موفق بشه. ما 20 سال بعد باید بفهمیم که همچی زدابندی هم شده، بعد کودتا شده، آزادی ها از بین رفته، هزاران هزار نفر رو کشتن، جنگ رو هم 8 سال ادامه دادن. نه زدابند آخرش نتیجهش اینطوریه. من زدابند خوب تا به حال ندیدم که نتیجهش مثبت باشه. اونها میشینن ببینن چقدر منافع دارن، نسبت به منافعشون شرکت میکنن. هیچ حقی ندارن شرکت کنن، اما دستهامون رو باز میکنیم برای جامعه جهانی که از حقوق ملت ما دفاع بکنه در رسانه ها و غیره، و نگذارن که استبداد جدیدی در زد و بند مثل چلبی هایی که در عراق درست کردن بر ایران حاکم بشن، یا نشستن در برلین و بن مثل که اون موقع نشستن به توافق رسیدن که در افغانستان کیو بیارن سر قدرت. آقا میبخشید، افغانی ها باید تصمیم گرفتن، رفتن یه عده رو آوردن و یکی رو خودشون انتخاب کردن و وضعیت اون شده که الان هست. بفهمه. ممنون از شما بابت پاسخگویی به روی شما، و اینکه واقعا وقتی که آدم میبینه که این سیاستمداران ابرقدرت چطور بر کشورها حکومت میکنند و ماها که حالا در خارج از ایران هستیم خب میتونیم اطلاعاتی کسب کنیم، اما زمانی که در ایران بودیم شاید این اطلاعات رو خیلی خیلی کم و به ندرت متوجه شدیم. خب جناب آقای شایگان دستشون بالاست، بفرمایید، من مایک رو در اختیار شما قرار میدم، بفرمایید صحبت بفرمایید. سپاس از شما خانم بابا شیفر عزیز، همطور قصه نباشید به آقای گلزار، و سپاس از اینکه دوباره به من وقت دادید. یک نکته رو آقای گلزار تو صحبت‌های اولیتون من الان دوباره برمیگردم بهش و میخوام اشاره کنم بهش، در مورد همین موضوع کلاب هاوس که گفتیم، روم هایی که وجود داره، افرادی که خارج از کشور هستن، حالا یا اپوزیسیون یا هر نامی که بهشون میدیم، که هیچ ایده و هیچ برنامه ای ندارن. من میخوام بگم که آیا تو این 40 اندی سال که اینا اسمن اپوزیسیون بودن واقعا برنامه ای داشتن؟ به نظر من که نداشتن، بیشتر نقش اینو میخواستن بازی کنن که آقا ما هم هستیم. به نظر من این بوده قضیهش. بنابراین مردم ایران هم فکر میکنم به خوبی آگاه بودن به این موضوع، اصلا وارد این جریانات نشدن، اصلا اون شعاره که اصولگرا و اصلاح طلب نمیدن تموم ماجرای همچین شعاری بود، حالا من شعارش دقیقا یادم نیست. فکر کنم از این موضوع یعنی خیلی خوب گذشتن ازش مردم ایران. این موضوع اول بود. موضوع دوم بحث همین مورد آخری که فرمودی، من فکر کنم منظور دوستان یا خیلی از جمله خود من از اینکه دولت‌های غرب یا خارجی باید حمایت کنن، نه اینکه بیان دخالت کنن حمایت کردن، ما اینو می‌خوایم که آقا روابط دیپلماتیک رو به حداقل برسونن، یا اگر قرار تحریم‌هایی بر اشخاص سران جمهوری اسلامی
اعمال بشه نیان مثلا گشت ارشاد رو برای چی تحریم کنه؟ خب گشت ارشاد چه نهادیه که اصلا خود جمهوری اسلامی قبولش داره آیا که بخوان تحریمش بکنن یا نه؟ یعنی بیان یه بسته های خیلی قوی تر اعمال کنن همونطور که برای روسیه اعمال کردن. آیا روسیه منافعش برای اروپا بیشتر بود یا ایران؟ قطعا روسیه بیشتر، ولی چطور به این سرعت مثلا روسیه رو تو همه زمینه ها از جمله ورزش، تو فوتبال ما میدونیم که فدراسیون روسیه رو تعلیق کردن و از حضور جام جهانی منعش کردن. ببین اینا موضوعاتی است که دولت های غربی میتونن خیلی خوب در کنار مردم بایستن. و در مورد شعاری که شما گفتین که استقلال توش نیست، منم با شما موافقم. البته من فکر می‌کنم که شاید مردم به نوعی آگاهانه این استقلال، آزادی، جمهوری رو، یعنی مشخصاً کلمه جمهوری رو به کار نمیبرن، البته استقلال رو هم به کار نمیبرن، چون خب به هر حال طیف‌های مختلفی از طرفداران جریان‌های سیاسی وجود دارن که خب اگر بخوایم مختصش کنیم به یک طیف جمهوری خواه، بقیه اخشو، یعنی دوگانگی پیش میاد. ضمن اینکه الان ما تو مباحث توییتر یا مثلا تظاهراتی که توی اروپا حداقل ما داریم میبینیم خیلی داره بحث میشه سر پرچم. یه عده پرچم با نشان شیر و خورشید میارن، اون یکی عده میاد میگه نه شما نه فلانی نباید این باشه، اون یکی میاد یه پرچم دیگه. ببینید یعنی هنوز موضوع اصلی که خواست مردم ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی به کنار گذاشته شده، یک سری مباحث خیلی حاشیه‌ای مثل پرچم. آقا اصلا پرچم در نظام آینده سیاسی میتونه به رفراندوم گذاشته بشه که آقا اصلا چه نوع پرچمی یا چه نوع نظام سیاسی برقرار بشه. من فقط همین دو سه نکته رو می‌خواستم عرض کنم. ممنونم که میکروفون در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون آقای شایگان. این که میگی در کلاب هاوس برنامه داده نمیشه، من چند بخش میکنم کلاب هاوس. یه بخش هستن اصلاح طلب ها هستن، از دوره روحانی، از دوره رئیسی که در انتخابات شرکت که کلاب هاوس اوجش بود اون زمان، اینها کوشششون این بود که بیان یه طیف گفتمانی به قول خودشون درست کنن که بگوین اصلاحات راه حله. ولی خب نشون داده شد که اصلاحات در ایران هیچ گونه راه حلی نداره و یک دفعه یک ریزش بزرگ سیاسی در طیف اصلاح طلبا درست شد که یه عده از اینایی که خیلی هم سابقه داشتن بعدن گفتن ما دیگه اصلاح طلب نیست. آقا این اصلاحات خراب کرد، برنامه نداره، راه حل نداره. واقعیتش این بود که راه حل و تز نداشتن. حتی کسانی را که میگفتن اینها از اصلاح طلبان هستند، وقتی اومدن در انتخابات شرکت کردن، بی برنامه تر از اونا دیگه کسی نبود. به سری شعار دادن، گفتن خب آقا این تو باید اینو مکتوب بیاری در اختیار ما قرار بدی. همینطوری که آدم نمیگه که نه نداشتم و یه عده شکست خورد. در کلاب هاست یه عده هنوز میگن آقا تغییرات، حالا همین نظام بماند، بهتره که این بره، ما ندونیم بعدش چی میشه. دعواشون سر اینه، راه حلی ندارن در چارچوب این نظام. راه حل، ببینید راه حل باید در چارچوب وطن ما باشه، خارج از این نظام. در استقلال و آزادی باید راه حل داره، یعنی مردم مستقل از این نظام استبدادی در آزادی تمام خواهان یک تحول بشه، همه انسان ها آزاد و مستقل بشن، هر انسانی استقلال داشته باشه، استقلال در فکر داشته باشه، استقلال در رأی باید داشته باشه، استقلال در انتخاب باید داشته، استقلال اقتصادی داشته باشه. یه دمیان تعریف میکنن استقلال یعنی این که ما دور کشورمون یه دیوار بکشیم با همه دنیا قهر کنیم. این دیگه ساده ترین و بدترین تعریفی است که میشه از استقلال کرد. نه، استقلال یعنی باور به توانایی های خود و آزاد باشی، نوع توانایی خودت رو انتخاب کنی و اون رو رشدش بدی. هر کسی، هر زن و مردی هم همینطوره. تو چارچوب خانواده اگر مردی به زنش بگه که من دوست ندارم تو مثلا رنگ زرد بپوشی و اون خانم دوست داشته باشه رنگ زرد انتخاب کنه،
اگر اون زن پذیرفت، استقلالش رو در انتخاب از رنگ از دست میده. به مجردی که استقلالش از دست داد، آزادیش هم از دست میده. به همین سادگی. بعد از فردا این میشه پایه، استقلال در زمینه‌های دیگر هم ازش میگیره. میگه میخوام اینجا خرج کنم، میگه نه. اینجا رو من تصمیم میگیرم، نمیخوام خرج کنم اینطوری. دوباره استقلال مالیش هم ازش میگیره. میگه میخوام برم درس بخونم، میگه نمیخوام بری این رشته رو بخونی، من اون رو دوست دارم. استقلال تصمیم در رشد فکریش هم میگیره. همینطور میره جلو. آزادیش هم در کنارش گرفت. اما اگر روز اول بگه نه من دوست دارم، میل من، ایرادی در این رنگ چیه که تو مزاحم من میشی؟ من هستم به عنوان انسان که میخوام انتخابگر باشم. به تو چیه که اومدی که به من پای کارو بکنی؟ با هر زبان مهر و دوست. اون موقع که یک کسی بگوید تو استقلال نداری و همزمان آزادی نداری رو ازش میگیری. در سطح جامعه ملی هم همینطوره. همه احزاب و گروه ها و افراد حق دارن فعال عمل کنن، آزاد عمل کنن، ولی مخل آسایش بقیه نشن. این ضد آزادی که نباید عمل کنن. خب در کلاب هاست متاسفانه را کمتر میبینیم. شما یه جمله گفتید که اپوزیسیون نمیشناسید که برنامه نداشته باشه. نه، من عضو اپوزیسیونی هستم که برنامه داریم، قانون اساسی نوشتیم مفصل، همش انطباق داره با حقوق، درش دین و مرام هم نقش نداره. برنامه اقتصاد تولید محور دقیق و شفاف در ارتباط با تبعیض‌هایی که نسبت به زنان روا میره، در اونجا همه تبعیض‌ها رو آوردیم کاملا تحلیل کرده. در زمینه نفت کشور ایران، در زمینه گاز کشور ایران، در زمینه آموزش و پرورش، در همه زمینه‌ها کار کردیم. در زمینه‌های بست دموکراسی در کشور ایران دقیق و شفاف عرضه کردیم به جامعه ایران. خب خیلی از اینها با خبر نیستن، چون اونهایی که برنامه ندارن، اونهایی رو که برنامه دارن روش عمومی است در استبداد، سانسور میکنن. ولی این دلیل نمیشه که شما سانسور میشین عده کمتری از اون اطلاع دارن، ما اطلاعات کار نکرد. وظیفه بدیل هست، وظیفه یک گروهی که اسمشو میذاره من اپوزیسیون رو قبول ندارم، یعنی ما اپوزه نظام نیستیم، او برود من جاش میخوام، ما بدیل هستیم، میخواهیم تغییر بدیم ساختارهایی که استبدادی است به دموکراتیک. باید برنامه داشته باشی. شب امتحان که نمیشه درس خوند برای فردا صبح امتحان دکترا داد، که باید از سالهای قبل شروع کرده باشی تزتو نوشته باشی، این تز پذیرفته شده باشه، شما بری ازش دفاع میکن. این قاعدش و این کار رو ما سعی کردیم بکنیم. من خودم به شخصه در بسیاری از امور معضلات اجتماعی ایران تحقیق کردم، کار کردم و مطلب نوشتم. بعضیاش اصلا حوزه‌هاش به هم نمیخوره، مثلا مواد مخدر با فحشا، با فقر، با بودجه سالانه، با انرژی در کشور و خیلی از مسائل این شکلی. اما رفتم تحقیق کردم، نتیجه اون رو در چارچوب حقوق مداری، یعنی دفاع از حقوق شهروندی، دفاع از حقوق انسان و دفاع از حقوق طبیعت ایران متناسب با اون راه حل هم دادم. پس این نیست. دوستانی هم که دارم اونها هم به همین ترتیب عمل کرد. پس این رو از این بابت میگم که در دنیایی که ما هستیم همش نیستی نیست، هستی هم هست، کسان دیگه هم هستن که به صفت شخصی خیلی کارها انجام گرفت. اجازه بده، اون شعاری که شما گفتید، گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم شد ماجرا. و نه فقط در ایران، از سال 98 گفته شد و امروز نگاه کنم نه در یک شهر، در همه شهرها این شعار رو یک دفعه گفته شد، تموم کردن. این که شعاری هم که دادن که نه شاه میخوایم و نه ولی فقیه و اینا، این رو در همه ایران دادن، یعنی همه اینها رو نماد استبداد دونستن. نمادها رو مردم مورد، نه از لحاظ آشتی است، از لحاظ اینکه این نماد آقا تو این جامعه دیگه بسه، 100 ساله، حالا قرنهای قبلش کار نداریم دیگه، این 100 سالی که دموکراسی ایرانی ها میخواستن دیگه نماد ما نباید داشته باشیم. آقای سلسله روحانیت بر کشور حاکمه، جمهوری اسلامی نیست که
سلسله روحانیت است. آقای خمینی مرده، آقای خامنه‌ای اومده، حالا میخواد پسرش بذاره جای خودش. ما 40 سال آقای خامنه‌ای سر قدرت مطلقه اون بالا بالاست. شما نگاه کن تا به امروز چه کارستشون، تحصیلاتش چیه، تزش چیه، برنامهش چیه. برنامهش اینه که دهن که با هم کنیم که دشمن هر چی هست مقصر دشمن خارجی است. این راه حل برای یه کشور نیست. شما فکر کنید یه شرکت خیلی کوچیک دارید با این طرز تفکر یک ساله ورشکست میشید. وطن ما در حال ورشکستگی است، باید نجاتش بدید. دعوایی که گفتی سر پرچم کاملا با شما موافقم. ببینید دعوا که نه، صحبت و نقد باید راجع به برنامه باشه. مثلا یه حزبی یه گروهی میاد میگه من تز اقتصادی مینه، مثلا میگیم پهلوی طلب ها، تز اقتصادیشون چیه برای وطن ما؟ میگن ایران روی معادن پول و یعنی چه؟ یعنی این معادن رو میفروشیم پولش میکنیم، اینا رو میبریم تو صنعت به تولید. چه شکلی میخوایم این صنعت رو؟ این سیستم بانکی ایران که بیماره، این فقر بیش از حدی که در این حجم پول 8000 میلیارد تومان پول رو چاپ کردن در این کشور پخش کردن، بیش از حد نیاز کشور. نه چگونه میخوان برش کرد؟ هیچ راه حل نیست. هیچ کس گفته حرف نمیزنه. باید با پرچم و شیر و خورشید که مسئله حل نمیشه. راجع به نمادهای شیر و خورشید حرف نمیزنه. دوستان صدای آقای گلزار شما دارید؟ فکر می‌کنم صداتون قطع شده آقای گلزار. همراهان گرامی فکر کنم اینترنت آقای گلزار یه قطعه کوتاهی براش رخ داد. بله جناب آقای گلزار ما در خدمتتون هستیم. صداتون قطع شده بود. الان ما صدای شما رو داریم. الان صدا هست؟ بله جناب آقای گلزار الان صدا هست. ما در خدمت هستیم. دعوا سر پرچم نیست. شما ببینید الان حزب جمهوری اسلامی چیکار میکنه، یعنی این قدرتی که حاکمه. دعواش با ملت سر لباسه. زن رو به روسری میدونه و چادر. یه دم میگن روسری و چادر نداشته باشه. بابا نمیان راجبش حرف بزنن. این زن چقدر استقلال داره، چقدر آزادی داره، چقدر نقش در رشد داره، چقدر در تربیت انسان نقش داره. هیچ کدوم اینا حرف نمیزنن. راجب تبعیضام یک کلام حرف نمیزنن. راجب شکل حرف میزنن. این زن در یه شکل خلاصه شد. واقعیتش اینه که واقعا این زن در یه شکل خلاصه شده. همین در جمع شما نگاه کنه، اکثریت خانم هایی که در این جمع هستن بخش های مدیریتی کانون رو دارن اداره میکنن به نحو احسن. اشکال درش هست ولی بسیار خوب اداره میکنن. واقعا ناتوانن. اگه ناتوان بودن میرفتن کنار بعد از این همه سال. پس توانایی از خودشون نشون میدن. مسئله ما هم سر حجاب نیست. مسئله ما هم در کانون سر این نیست کی کدام دین و مرامو داشته باشه. من بارها آقای شفایی رو به عنوان یک دوست تشویقش کسی میاد میگه من دلم میخواد یک کاری بکنم، ایشون تشویقش میکنه میگه بارک بودو این کارم شما انجام بده، هیچ اشکال نداره. تو 20 خورده هم سال هست من با بچه های کانون رفت آمد کنم، یه بار از کسی نپرسم دین داری؟ من یک بار یه آقای اومد خودش برای من گفت، گفت من دارای این اندیشه هستم و این دین هست، نظر شما چیه؟ گفتم هر عقیده و مرامی داری حق داری که داشته باشی و بر اساس اون زندگی کنی. من که به شما نمیگم که چی خوبه چی بده. شما فوق میتونید نظر من رو بپرسید. وقت من نظر خودم میدم که من چه باوری دارم. اینکه شما باورت کجاشو کم و زیاد بکنه حقت اونطور که دوست داری زندگی کنی. این از این. پس دعوا سر پرچم نیست. دعوا سر محتوای زندگی است. متاسفم که یه جمع های درست میشن مثلا 3000 نفر
نفر، 4000 نفر، یه 100 نفر، 200 نفر هم میرن اونجا هی پرچماشون رو تکون میدن. دادگاه میکونوس بعد از 4 سال یک نتیجه فوق‌العاده داد. دم دادگاه دعوا بود بین مجاهدین و سلطنت طلبها که کی پرچمش بیشتر تکون میده. اما تو اون 4 سالی دادگاه هیچ نقشی نداشت. حالا هم همینطور شده. با این ملت میگه میبخشید آینده با من چه میخواهد بشه؟ دعوا سر قدرت نیست که، دعوا سر اینه که یه خانه آتیش گرفته، کی زودتر و بهتر میتواند این خونه رو آتیشش خاموش کنه. نه خودش به شخصه، همه رو هم دعوت باید بکنه، اونایی که میخوان خونه رو خاموش کنه. بسیار از آدم‌ها میخوان کنار واسن خاموش نکنن. خب اونا نقشی در تحول کشور حتما نخواهند داشت. امیدوارم که پاسخ شما رو هم داده باشه. اگر جایی هست که فراموش کردم لطف کنید. بله در خدمتتون هستم. خب جناب آقای عرابی ما در اختیارتون، بفرمایید صحبت‌های شما رو می‌شنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و آقای گلزار گرامی. ممنون از توضیحاتتون. آقای گلزار شما فرمودین که خب تعدادی از افراد هستن به خاطر وابستگی‌هایی که حالا به دولت دارن از نظر شغلی ممکنه هنوز اون اعتماد رو پیدا نکردم این اعتراضات که بخوام ملحق بشم به مردم. من میخواستم بدونم که باید چه این اعتراضات به چه مرحله‌ای برسه، به چه آگاهی برسن این افراد تا بتونن اضافه بشن، تا بتونن خودشونو به مردم ملحق بشن که توی این اعتراضات شرکت کنن. ممنون میشم یه راهنمایی کنم. فقط در خصوص این که در مورد اختلافی که گفتیم بین دولت مردان هست، من یه جوره خودم احساس میکنم بیشتر شبیه یه شوه که بله. مثلا به مردم بگن که خب تعدادی هم هستن که سمت شما هستن، بخوان اون جوش و خروشی که مردم دارن یه خورده اونو کم کنن، یه خورده مردم آرومتر کنن. ولی مثلا میبینم توی شبکه اجتماعی مثلا یک روحانی رفته رو منبر نشسته صحبت میکنه، تمام حقو داره به مردم میده، ولی مثلا در مقابلش هم بسیجی ها نشستن تو اون مجلس دارن گوش میکنن، ولی فردا همون بسیجی ها هستن که مردم دارن سرکوب میکنن. با ممنون از وقتی که من دادیم، مرسی. خواهش. اول اینکه اون نمیدونیم آخونده واقعا به دلش افتاده یا نه، فعلا یه فیلمه. آیا اون بسیجی ها که اونجا نشستن گوش میدن همون هایی که فردا میرن میزنن؟ اینم نمیدونم. اگر اون آخونده واقعا اومده به طرف مردم و شهامت میکنه که دفاع بکنه و میدونه که از فردا مورد فشار بیش از حد قرار میگیره توی استبداد، اون آدم هایم که اون پایین نشستن دیگه بریدن از این نظام، پس این خیلی مثبته. اونطوری هم میتونیم به قضیه نگاه کنیم. ولی ما یه فیلم میبینیم. این فیلم چقدر تأثیر گذاشته؟ تنها چیزی که میدونیم یه آدمی داره حرف میزنه، یه دم دارن گوش میدن و اون انتقاد میکنه. برای من خیلی جالبه که روزنامه، خدمتون عرض کردم در صحبتام اول، دنیای اقتصاد مصاحبه کرده با یه اقتصاددان راجع به اینکه شرکت مردم و تجمعات، و او این نظر رو میده که من باش موافقم. و برای من جالب بود که اینها همچین جرأتی کردن راجع به یک چنین موضوعی با یه اقتصاددانی که استاد دانشگاه است صحبت کردن به عنوان یه نشریه، که اعتراضات که داره وسعت میگیره در شهرهای مختلف، مثل دوست قبلی ما که خیلی قشنگ گفتن 60,000 تا اگه تقسیم بکنیم به 101 شهر که به گفته هم میگن 106 شهر شرکت کردن، ببینید دروغگو خودش فراموشکاره دیگه. یعنی چنان دروغ رو میگوید که خیال میکنه کسی هم نمیشه حساب کنه. نه، مردم ایران آدمای باهوشی هستن، سریع حساب میکنن، میگن ان حرف دروغه. خیلی جمعیت بیشتر از اینه. شما در اصفهان 8 نقطه، در هر نقطه هم میگن بین 2 تا 3 هزار نفر جمع میشن، اگر جمع کنید نجف آباد و کجا و کجا و شهرهای دیگر هم بهش اضافه کنید، شما نگاه کنید چه جمعیتی میشه در کل کشور که دارن اعتراض میکنن. دروغ میگن. اما اون استاد دانشگاه میگه که مردم دارن مرتب میپیوندن پدر مادرها که سنشون بالاتره، اون هم از سر یک سری اطلاعات.
فکر نمیکنم، نمیدونم جلسه قبل تو با شما بودم یا در یک جمع دیگه که صحبت میکردم، یک دانشجوی دانش رشته جامعه شناسی از ایران به من خبر داد که سر کلاس رفتیم دانشگاه، نه حالا دو هفته قبل که کلاس ها شروع شده بود، رفتیم سر کلاس و استاده گفت من شرمنده هستم که امروز اومدم سر کلاس و نرفتیم با بقیه دانشجوها ما تظاهرات بکنیم. و میگفت که ما بنا بود بعد از ظهر بریم در تظاهرات، رفتیم سر کلاس استاد بعدی. استاد بعدی گفت من درستو نمیدونم، منم واقعا ناچارم که اومدم اینجا، ولی میشینیم همینطوری شعار آدمایی که بیرون دارن شعار میدن رو گوش میدیم، چون گفت یه دانشکده دیگه تظاهرات داشتم. بعد از اون کلاس هم دیگه کلاس گفت نرفتیم، رفتیم در تظاهر. پس استادا از این صحبت میکنن، اگر دبیرستان هایی هستن که دختران در سطح کشور الان نمیرن سر کلاس یا وقتی از کلاس بیان بیرون در تظاهرات شرکت میکنن و شما نگاه میکنید در فیلم هیچ عابر پیاده به نه اعتراض نمیکنه، حالا اون که روسری و چادر رو نابرداشتن که اصلا خیلی آزاده، واقعا هیچ کس اعتراض نمیکنه. در اصفهان به من خبر دادن که در سطح شهر اوایل دو هفته اول هیچ کس روسری و چادر بر نمیداشت حجابشو، الان خیلی راحت بر میدارن. و اون کسی که به من اطلاع میداد یه خانم بود، میگفت جالب اینه که هیچ کس به توجه نمیکنه که تو چادرتو برداشت، یعنی حجابتو برداشت، همه خیلی بهت عادی برخورد میکنن. و میگفت این بهترین زیباترینش اینه. چرا به شما عادی برخورد میکنن؟ چون طرف مقابل درسته که کارمنده، شاید در تظاهرات نیاد فعلا، اما با شما همدل و همزبانه، وگرنه اعتراض میکرد، یکم روشه میکردون و عقبشه میکردون. خانم ها خیلی سریع تشخیص میدن حالات یک نفر رو، خیلی برای من جالب. همیشه شما سه سال قبل رفته خونه شون چای کمرنگ خوردی، بعد سه سال که بعد که میریم میگه من میدونم شما کمرنگ، برای شما کم، حواسش به همه چی هست. و اون خانم میگه من در سطح شهر که راه میرفتم، با اینکه خودم رو سری سرم بود و خانمای خیلی زیادی، یعنی از سر کارم داشتم میمدن و دیدم که روسری ندارن، دیدم هیچ کس بهشون توجه نمیکنه. پس این همچین اتفاقی در اون کشور داره میفته و اینها مهمترین قسمت اینه که روحیه جمعی جامعه ایران هی اعلام میکنن برید چادر زنا رو بکشید از سرشون. و من تو این فیلم ها شما نگاه کنه چند تا دونه تا حالا دیدی میگن برید نم فلانی رو بزنید. یه چند جا فیلم های پخش شده که مثلا این لباس شخصی که حمله کردن دست مردم افتادن، مردم اونا رو زدن. من تصدیق نمی کنم که چرا زدنشون، کار خوبی نکردن، ولی بسیار اندکه. مسئله دفاع از خودشون میکنن، مثلا آرد رو بردن یا سیمان پاشیدن روی شیشه ماشین پلیس که داره میره و اون ماشین پلیس دیگه جلوش ندیده، تصادف شده بین ماشینای پلیس. خب یه روش اصلا خیلی ساده، آدم فکرش نمیکنه که اون جوانها فهمیدن. اینکه جامعه پس داره خودش سبک سنگی میکنه. ببینه جامعه ما 18 میلیون مخارج داره، خدمتون عرض کردم 27 میلیون زیر خط فقر مطلق داره. اینها خودشون کارمندن، معلمن، کارگرن، چه میدونم جاهای مختلف دارن کار میکنن، یعنی 4 میلیون 5 میلیون آدم شاغلن با حقوقای بسیار کم، ندارن پشتوانه. فعلا اومده اعتراض هم میکنه که وضع معیشتیش بهتر بشه. یه سوالم هست که واقعا میشه وضعیت معیشتی من بهتر یا نخواهد شد یا وضع بدتر خواهد شد؟ این سوالم تو ذهنش هست دیگه. اما داره روز به روز به تعداد این آدم هایی که میان در اعتراضات شرکت میکنن، مخصوصا شب میان اعتراض میکنن یا از تو پنجره سرشون رو بیرون میکنن یه چیزی میگن به این نظام، داره اضافه میشه. این رو به شهادت اون کسانی که در صحنه هستن و گزارش میدن داره بیشتر میشه. حالا نظام هم ضد اینا عمل میکنه. مثلا باز در اصفهان که به من گزارش دادن، گفتن دانشگاه اصفهان که تظاهرات بوده حمله کردن شدید، همه رو زدن، دانشجوها فرار کردن رفتن توی یه دونه پاساژ و اینا پناه آوردن به مغازه ها و اون نیروهای سرکوب وقتی اومدن تو پاساژ زدن همه شیشه ها رو شکستن. خب میزنه شیشه ها رو میشکنه که از فردا دیگه کسی رو تو خونه خودش راه نده، به او پناه نده، ترس وارد میکنه. با این حال میبینیم که فردا دو مرتبه جامعه اومده تو خیابون داره تظاهرات ادامه میده. امید من بر اینه که 40 سال در استبداد خیلی مدت طولانی است، اما
یک شهامت جمعی نشون میده و یک هوشیاری بالای جمعی که در ایران این هست، این وجود داره. بذارید من یک نوشته‌ای که یک جامعه شناسی حدود 25 سال پیش یک مطلبی نوشته راجع به وضع جهان، میگه در جهان چند کشور هستن که از لحاظ فرهنگی اجتماعی امکان تغییر رو در جهان میتونن ممکن کنن. یکی مصر، یکی ایران، یکی هندوستان، یکی چین. بین اونها بعد میاد تحلیل میکنه، میگه بالاترین هوش جمعی، ابتکارات جمعی و از لحاظ تاریخی که یه گذشته ای دارن که همیشه ضد استبداد عمل کردن، ایران سرآمد همه این هاست و ایران میتواند الگویی برای رهایی بشر در سطح جهان باشه. خب این جامعه شناس که دیوانه نبوده که اومده این تحلیل کرده. من به عینه میبینم که شما نگاه کنید در این 4 هفته چه تحولی رو جامعه جوان ایران ممکن کرد و همصدایی و همراهی ما با اونها، صدای جامعه شد. یعنی ما با اونها یه امکانی داریم در این خارج که میتونیم فیلم ها، اطلاعات، مطالب رو جهانی کنیم، در اختیار بقیه قرار بدیم، در اون شرکت کنیم. کسانی هم که دوست دارن در راه دادن، یعنی راه حل دادن برای وضعیت کشور نقش داشته باشن، میتونن در اون شرکت کنن. ماشاءالله جمع شما رو که من باش آشنا هستم همه تحصیل کرده، همه دارای چه میدونم سابقه کار، اینا خب اینا همش به کار ساختن وطن میام. شما یه مقدار انسان عرق ملی داشته باشه که این وطن رو ما باید نجات بدیم و آباد کنیم، کافیست برای اینکه وارد کارزار بشه، دزدی و فساد در شرکت نکنه، در ساخت وطن فعال بشه. خب یه وطن خوبی داریم، انسان‌های خوشبختی هم هستیم کنار هم دیگه و اون همگرایی هم حتما بیشتر ممکن میشه. ممنون از شما جناب آقای گلزار. البته از یک طرف خوشحالیم که واقعا در ایران هم یک فرهنگی به وجود میاد که حداقل اگر که حجابی وجود نداشته باشه، دیگران با 1000 تا چشم نگاه به مردم نکنن. آقای حسنزاده دستشون بلند کردن، ما آقای حسنزاده رو میشنویم. بفرمایید جناب آقای حسنزاده. خسته نباشید میگم بهتون. آقای گلزاری یه سوال دارم، حالا شاید شخصی باشه جواب ندین، ولی آیا نوع این همایشی که 22 اکتبر گرفته شده میپسندید یا خیر؟ و آیا توصیه‌ای دارید برای دوستان که توی این جلسات میخوان، توی این تجمع میخوان شرکت کنن؟ و مهمترین سوالم اینه که اگر شما فعالیتی داشته باشید برای ایران، مثلا سخنرانی توی جلسه یا همایشی چیزی، آیا اونو ترجیح میدید یا این تجمع 22 اکتبر؟ ممنون میشم جواب بدید. آها، این که ضدیتی نداره اگه من برم یه جایی صحبت کنم روز 22، ضدیتی نداره با اینکه مردم ایران میپذیرن در یه تجمعی همه به صفت جمعی بیان مخالفت کنن با استبداد. منم دارم همون کارو همون روز شاید توی جمع دیگه انجام بدم، یعنی این ایرادی درش نیست. دو اینکه خب کسانی که میتونن برن اونجا این تجمع رو به وجود بیارن کار خوبی میکنن، کار بدی نمیکنن. موضوع اینه که از تجمع این ایرانی هایی که میروند و دفاع میکنن از حقوق خودشون و حقوق هموطنانشون در ایران، کسانی میخواهن سوء استفاده بکنن یا نکنن؟ این یه سوال اونجا مطرح میشه. یه پیشنهاد کردن که بیایید سفرا رو از کشوراتون بیرون کنید. خب سفیر رو بیرون کردن چه نتیجه داره؟ با به اصطلاح نایب سفیر میتونن همون کار رو انجام بده، با کاردار میتونن همون کار رو انجام بده، ولی سفارتخونه داره کارش میکنه. و سفیر رو در دنیا بیرون کردن که چی؟ شما به قدرت ها میگویید سفرای خود را بیرون کنید. حالا بیرون کردم. من اگر جای اون کسی بودم که اینو پیشنهادو کرده، بهش میگفتم که به ایران اسلحه نفروشید، امکانات ساخت اسلحه نفروشید، از این قدرت ایران پشتیبانی نکنید.
در قراردادها او رو تنها بذاره، نه قراردادهایی که به مردم لطمه وارد میکنه، مثلا گندم ندید بهش، دارو بهش ندید، اینا ناد واقعا کشنده است. 20 خورده سال متاسفم که بعضی از جمع‌ها که اسم خودشون هم ایرانی میذارن میگن هرچه مردم رو فقیر تر کردید بهتره تا این مردم بلندشن. برای چی بلندشن؟ در فقر مطلق که بگه من 20 سال از گرسنگی دیگه نمیتونم نفس بکشم، تک فامیل من در فقر مردن یا در نبود دارو مردن و یه عده میلیاردر شدن این وسط. و اینا توصیه های بسیار غلطی است. قدرت ها رو باید تحریم کرد. موافق این هستن که ما یه ملتی هستیم میخواهیم پشتیبانی نکنن از قدرت ها. حالا اون قدرت رو مثلا شاید آلمان پشتیبانی نکنه ولی هندوستان ازش پشتیبانی کنه، ولی که ما خواهانی هستیم که قدرت ها پشتیبانی نشه، یا حرف ما رو گوش میدن یا نمیدن. یه حرف یه چیز دیگه هست که مثلا رضای پهلوی میره از نماینده مجلس میپرسه که در مصاحبه در آینده ایران ما با سپاه چی کار بکنیم. با اون نماینده مجلس آمریکا چی اومده که به آقای مکن بگی من با چی کار بکنم با سپاه پاسداران؟ ما کم متخصص نظامی و غیر نظامی داریم که تشخیص بدن این قدرت موازی رو چه شکلی باید در کشور ادغام کرد که دیگه زمین ساز فساد نشه. پای خارجی به چه دلیل باید در ارتش ما باشه؟ ما تاوانش رو داریم میدیم. یکی از قراردادهایی که با چین هست یه بخشش اینه که چینی ها ارتش ما رو مجهز بکنن و آموزش بدن. میبخشید در چه قسمتی میخوان آموزش بدن؟ ما تا حالا یه ارتش مثلا آمریکایی داشتیم، بعد شده روسی، بعد حالا بشه چینی، و در بقیه زمینه ها به همین ترتیب. مسئله استقلال خیلی مسئله اساسی است و همون نسبتی که مثلا آلمانی ها اجازه نمیدهن ایرانی ها بیان در امور آلمان دخالت کنن، به همون دلیل هم ما اجازه نمیده. اما خواستی که اونها دارن رو من نمیپسندم که خواستن از قدرت ها. اتفاقا اگر به جامعه جهانی میگفتن، ای رسانه های جهانی، ای مردم جهان، دفاع بکنید از حقوق ملت ایران، ما همه برخواسته ایم، میخواهیم بریم در یک شهر مثلا 100,000 نفر تظاهرات بکنیم در خارج کشور برای اینکه استقلال و دموکراسی ممکن بشه، اون موقع جامعه جهانی وقتی میاد طرف ما، اون قدرت ها به تبعیت نمیتونن هر قراردادی رو بنویسن. البته ما در یه موقعیت فوق العاده الان قرار گرفتیم، امکان داره 2 ماه دیگه اصلا این آقای سیدعلی خامنه‌ای بر قدرت نباشه، جمهوری اسلامی هم ما نداشته باشه، ما جمهوری ایران داشته باشیم، تمام شد و یه تکلیف دیگه ما داریم. اونها هم یه سرشون کارمند هستن، شما اون رو برداری با نمایندگانشون همون امور انجام میشه. یک دفعه این در تاریخ اتفاق افتاده که در دادگاه میکنوس سران کشور ایران متهم شدن، آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی، آقای ولایتی که وزیر امور خارجه بود، آقای فلاحیان که وزیر واباک بود، وزیر اطلاعات. این 4 تا متهم شدن که در جنایتی که در رستوران میکنوس شده اینا نقش داشتن. نقشش هم مشخص شد با شهادت آقای بنی سعد از فلاحیان. نتیجه دادگاه تبدیل شد که ولایتی و رفسنجانی و خامنه‌ای هم نقش دارن، اونها هم حکم گرفتن. اون موقع به اعتراض تمام سفرا رو فرا خواندن، کشورهای خارجی از ایران خارج کردن و مدت ها سفیراشون آوردن بیرون. اعتراض به کشور ایران بود. متاسفانه اون موقع چیزی به نام اینترنت وجود نداشت که اینو ما در کشور مثلا فضای رسانه جهانیش بکنیم، اما خب یک در خارج خیلی سر صدا کرد. در حال حاضر میشه و تقاضا کرد، بسیار تقاضاها میشه کرد، اما یه جامعه اومدن همه دارن فعال عمل میکنن با یک شور و هیجان، همه وطن رو، نه وطن، همه جهان رو به صدا در آوردن. بعد ما بگیم که خب حالا شما اگه بیارید بیرون و این کار رو بکنید این جامعه تضعیف میکنه. بزرگترین کارش اینه که اون پیام رو داشته باشه. اینکه اینهایی که دعوت کردن توانایی این رو دارن که در ایران استقلال و آزادی رو سخنگو باشن، به نظر من وجهش ضعیفه.
در این نه معترض هستن، معترضای بسیار جدی هستن، ولی داشتن برنامه و طرح و راه حل در چارچوبی نظام تفاوت میکنه با اینکه یک اعتراض هم شما خودتون مدیر هستی در شغلی که داشتید، میتونه یک کسی بیاد خیلی حرفای قشنگ هم بزنه، ولی وقتی بهش عملی بگی اونجا رو مدیریت کن اصلا نتونه، هی بگه چیکار کنم چیکار کنم، میشه مترسک بقیه، نباید عروسک دست بقیه قرار بگیره. نمیخوام بگم این آقایون و خانم ها این شکلی هستن، ولی مهم این هست که چه روشی رو پیشه میکنیم تا اینکه خدای ناکرده تأثیرات روحی تو جامعه جوان وارد نشه، چون اونا احساس، یعنی در حقیقت احساس ظریفتری دارن به وضعیت با تجربه کمتری که یک موقع تأثیرات بد نداره، وگرنه جمع شدن و به صفت جمعی اعتراض کردن میتونه در جنبش داخل ایران هم تأثیر مثبت بذاره. ممنون جناب آقای گلزار بابت پاسخگویی بسیار عالیتون. فقط یک موضوع که فکر کنم آخرین موضوع هست که دوستان دوست دارن واقعا، چون این 22 اکتبر که همه بیشتر اروپاییان، چون شنیدم از کشورهای مختلفی قرار هست که در این تجمع شرکت کنن، این سوال مطرح هست که با توجه به اون تجربه‌ای که دارید شما و با توجه به شعارهایی که شما دارید جمع‌آوری می‌کنید و اینها رو همه رو مکتوب می‌کنید، چه شعاری بهتر هست که ما به در این تجمع به زبان بیاریم که باعث بشه که قدرت از ایران گرفته بشه، به قولن دستشون بسته بشه، بهش سلاح ندن به قول شما، یا بهش پول ندن که ما میبینیم که میخواستن این پول هم بهش بدن مثل زمان اوباما. ممنون میشم که این آخرین سوال هم پاسخ بدید با توجه میدونم خسته هم شدید، ولی ممنون. خواهش میکنم. ببینید اون پولی که میخوان بدن که پول نیست که مال اونا باشه، پول مال ماست، مال مردم ایرانه. حالا اگر حالا ندن که اونا به صلاح نخورن و در فساد خرجش نکنن، اگر شاید چند ماه دیگه، امید داریم که تحول ممکن شده، همه چی تغییر کرده، ما طلبامون از دنیا بتونیم بگیریم، خب اونا رو میشه در سازندگی به کار برد. یادمون نره که آقای احمدی‌نژاد گفت 144 میلیارد اینطور که یادم هست یا 142 میلیارد پول ما میتونیم بگیریم طلبکاریم، و وقتی گفتن که بگیریم هی هم شعار دادن که این پول ها میآید و در اقتصاد چنین میشود و تحولی خواهد شد، او وطن چه میشده. بعد یواش یواش معلوم شد نه اینقدر نیست و 20 میلیارده، یعنی هی کمش کردم. آخر کارم که 20 میلیارد گفتم، این اصلا معلوم شد با این 20 میلیارد چی کردن چی نکردن، برای اینکه استبدادها برای ماندگاری خودشون خیلی خرجای عظیم میکنن، مثلا مشکلات از داخل میبرن به بیرون، میگن ما با سوریه داریم میجنگیم، هزینه های عظیم میکنن که روسیه رو پشتیبان خودشون داشته باشن که او متحد بشه و چین متحد بشه، اینا بر قدرت بمانن. در صورتی که اگه ملتی به یه دولتی به وطن به هموطنان خودش متکی باشه، از حقوق اونها دفاع کنه، اون مردم مدافعش هستن، بعد خب کشور اداره میشه. مثلا در اول انقلاب ببینید بانک مرکزی اعلام ورشکستگی میخواست بکنه، چون پول تو بانک نبود حقوق کارمندا رو بدن. یه لیست های هم کیهان زمان شاه داده بود که هر کسی چقدر میلیون 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 پول برده، اسم لیست کرده و صفحات زیادی از سرانی که نظامی و غیر نظامی پول هایی که برده بودن. بانک مرکزی پول نداشت، ولی یه اعتماد عمومی به وجود آورده بود اون انقلاب، به مردم گفتن بیاید پولهایی که از حساباتون آوردید بیرون رو بریزید به حساب بانک تا پول در گردش باشه، ما بتونیم حقوق کارمند بدیم. ملت هم اعتماد کردن، رفتن پولاشون ریختن تو حساب اونایی که پولاشون رو برداشته بودن، بعد تونستن گردش اقتصادی رو ممکن. پس بنابراین میشه گردش اقتصادی رو در وطن ممکن کرد و ما میتونیم از این مسئله خارج بشیم. شعارهایی که در اونجا داده میشه، من خودم یه تجربه خدمت عرض کنم که در یه تظاهراتی محک زدیم، یه ده آزادی 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 بگو آزادی آزادی، این هم تکرار میکرد، شعارهای مرگ و فلان این اونم داده میشه. ما یه شعار دادیم که استقلال آزادی عدالت اجتماعی، بعد از 7-8 وقت دیدیم همه شروع کردن گفتن استقلال آزادی عدالت اجتماعی. یه چند وقت گذشت، چه دو مرتبه شعار دادیم استقلال آزادی
جمهوری، استقلال، آزادی، جمهوری، اونم گفتم. یه دم نمیگفتن، نگاهمون میکردن که این شعار از کجا اومد. یا شعار دیم استقلال، آزادی، جمهوری ملی یا یک دولت ملی. و اینا مردم خودشون چیز بدی نمیدونن که باش هستن. حالا شعارهایی هم که اونجا داده میشه، خیلی شعارهایی دمیان که به نفع خودشون مثلا اونجا فیلم بگیرن، پخش کنن. فکر نمیکنن که با این فیلم هایی که یک طرفه گرفته میشه چقدر تاثیر منفی تو روحیه هموطنانشون در داخل گذاشته میشه. مفهوم و مبناش اینه که یک گروه یه دسته‌ای به قدرت برسن، شعارهایی که خشونت محض رو تشویق میکنه، یا اینکه عملهایی که امکان داره یک نوع خشونتی رو ممکن کنه. خب باید نکرد. مثلا یه خانمی در یه تظاهرات لباس خودش در آورده لخ شده. روز اول همه گفتن حقش بود، تنش رو میخواست به همه نشون. بعد یواش یواش به یه جای رسیده که همه گفتن بابا و این چه کاری بود که در تلویزیون ایران که یه خانومی رو بدون روسری نشون نمیده، یه دفعه همون فیلم تن لخت رو در فیلم نشون داده بدون سانسور و گفته اینا اینه میخوان. بعدم یه آقای میاد میگه که زن ایرانی اگه که اجازه بهش بدی آزادی، فردا میخواست شورتش رو در بره، خیلی عذر میخوام، سر چوب بکنه به همه نشون بده. واقعا این دید بسیار کشنده نسبت به زن. شما فکر کنید همه ماها که مرد هستیم در این لحظه زن باشیم، به ما بگن که شما علنا فاحشه هستی، علنا خودفروش هستی، علنا عقل نداری، هرچی داری سکس هست و شورتت که سر چوب بکنی، مثلا این چه احساس بدی بهش دست میدی؟ حالا اون رو همه منع کردن. اتفاقا امروز که در اون اتاق کلاب هاوس بودم و صحبت میکردیم، خدمتتون عرض کردم که یا آقای من گفت خواهش میکنم اگر کسی اومد خواست لباسش در بره، شما یه پارچه همراهتون ببرید بندازید روش که فیلم نگیرن، آبروی ما رو ببرن، بعد خیال کنن جنبش ما میخواد فقط زنها اینطوری باشه. ما توی این آلمان زندگی میکنیم، تا حالا ندیدیم که بگن که مثلا زنها میخوان برن تو کارشتات خرید کنن یا تو آلدی مثلا لخت میاد خرید میکنه. همچی کسی کار این کار کسی نمیکنه. آزادی به این معنی نیست. در هر صورت این اونجا خیلی مهمه که چه شکلی عمل میکنه، غیر از این هم نیست. حالا امیدوار هستم که نتیجه مطلوب داشته باشه و در آینده تأثیرش خوب باشه. اون آقای اسماعیلو اومده در تظاهرات که در کانادا گذاشتن، چون دعوتگر بود و قبل از اون چندین بار دعوت کرده و به خاطر کشته شدن همسرش و دخترش و خیلی اونجا فعالیت کرده و مصاحبه کرده بود، مردم به خاطر او پیوستن و به قول معروف لبیک گفتن، گفتن ما میام در تظاهرات شرکت میکنیم در تورنتو. و کسانی که اونو میشناختن گفتن در این زمینه خوب فعال بوده. حالا اومده در سطح اروپا میگه همه جمع بشویم در یک کشور این کارو بکنیم. من مثلا نظر شخصی اینه که در شهرهای مختلف یک وجدان جمعی جهانی رو بهتر با هم متحد میکنه تا اینکه همه در یه شهر جمع بشه. البته خب پیشنهاد کرده، مردم هم اگه بپذیرن میپذیرن، خب خوششون میاد، چه اشکال داره، برن اون کارو انجام. اینم یه نوع تجربه است. فقط امید دارم که ازش سوء استفاده شخصی گروهی نشه. ممنون از شما جناب آقای گلزار و ممنون که تا این وقت شب وقت گذاشتید و در جلسه کمیته اقوام شرکت کردید. ممنون از اینکه اینقدر صحبت کردید. منم خیلی خوشحالم، همیشه خوشحالم که با شما عزیزان هستم. من یه لذتی که میبرم واقعیتشه، سوالهای بسیار اساسی بسیار شفاف میشه در این جمع که اگر بگیم 20 سال پیش 15 سال پیش در کانون به ندرت میشد، در جاهای دیگه هم که میرفتیم همینطور بود، باید التماس میکردیم کسی سوال نداره. سوالها واقعا خیلی، اصلا هیچ کسی امیدی به تحول نداشت. نه این جمع کانون یک روحیه جمعی به وجود آورده، یک احساس جمعی آورده، یک وجدانی به وجود آورده که ماشاءالله بسیاری هم فرهیخته هستن و سوالایی که میکنن بسیار خوبه. من خوشحال هستم که جوان هستم، با شما جوانها همراه هستم و امید داریم که هر چه زودتر وطن آزاد بشه و در وطن با همدیگه بکوشیم این رو بسازیمش به صفت جمعی، و امکان ساختنش هم هست. یعنی ترس از ساختن من هیچ وقت در زندگیم نداشتم، این بار هم ندارم و
همیشه باور من برای اینه که مدیر اون نیست که همه امکانات رو داشته باشه. مدیر خوب اونه که امکانات رو به وجود میاره و توانایی ها رو با هم جمع میکنه، اینها رو کنار هم میذاره و ازش یک توانایی بزرگ میسازه. من خودم بر این باور بودم، خودم مدیرم هستم و در این رابطه همیشه این شکلی فکر میکردم و امید دارم که جامعه ایران رو بر اساس همین ذهنیت بسازیم و بگذاریم هر کسی عقیده و مرام خودشو داشته باشه، کسی رو به خاطر داشتن عقیده، مرام، رنگ پوست، گویش یا هر چی دیگه تحقیر نکنیم، او رو در حقیقت تردش نکنیم چون این لهجه مثلا فلان شهر رو داره، بهش بگیم دهاتی، بهش راه ندم، یا این خانم چاق است، لاغر است، قیافش این شکلیه، تحقیرش نکنم. انسان ها بتونن کنار همدیگه با هر عقیده و مرامی به خوبی زندگی کنیم. مهمه که یه وطنی بسازیم و در دنیا بگوییم ما توانا به ساختن وطن هست. دقیقا ما در کشوری زندگی میکنیم که اقوام و ملل مختلفی وجود داره و باید در کنار هم، در کنار هم و باز هم میگم در کنار هم ایرانی آباد درست کنیم. حتما. ممنون جناب آقای عربی، مرسی از حضورتون. من در اینجا در پایان جلسه که در تاریخ 18 اکتبر برگزار شد و از مهمان عزیزمون آقای جهانگیر گلزار تشکر و قدردانی دارم، همچنین از دوستانی که در این جلسه همراه ما بودند، مسئولین ضبط صدا و تصویر جناب آقای فرشاد عربی، آقای محمد رسول پورتندرست و سرکار خانم لیلا ابوطالبی. همچنین از خانم زهرا رهایی هم تشکر دارم که منشی جلسه این امروز ما بودند. تا درودی دیگر، بدرود و